به نام خدا. قسمت 49 از مجموع مباحث مربوط به درس دریامانی رو در خدمت شما دوستان هستیم، با قسمت در واقع معادل با قسمت 28 از درس دینامیک متحرک‌های دریایی که به تست‌های دریامانی در حوزه کشش در این مبحث می‌پردازیم. منابعی هم که استفاده کردیم در اینجا خدمت شما ذکر کردیم، برای مطالب و مطالعات تکمیلی میتونید به منابع مراجعه بکنید. ما خدمت دوستان عرض بکنم که در ارتباط با همین درس دینامیک متحرک‌های دریایی که ادامه درس مهندسی اقیانوس بود، مباحث 6، 7، 8 و 10 رو تکمیل کردیم. این مباحث مربوط به نکات دریامانی در طراحی کشتی‌ها رو هم خدمت شما گفتیم، خصوصیات دریامانی انواع کشتی‌ها رو هم خدمت شما گفتیم. این دو تا مبحث هم تکمیل شد و الان مبحث آزمایش مدل و مباحث تجربی رو می‌خوام خدمت شما ببینیم. این مبحث مربوط به آزمایش رولینگ رو در آخرین جلسه درس مهندسی اقیانوس خدمت شما گفتیم. یه سری نکاتی رو الان در ارتباط با آزمایشات دریامانی که این سه تا بخش رو پوشش میده، این جلسه و جلسه آینده خدمت شما خواهیم گفت و کلا این درس دینامیک متحرک‌های دریایی رو هم ان شاءالله خواهیم بست. در ابتدا هم یک آشنایی مختصری با استاندارد ITTC خدمت شما مباحث مربوط به دریامانی رو بگم. در ارتباط با خود ITTC تو درس هیدرودینامیک در مقطع لیسانس باهاش آشنا شدید، اونجا یه مطالبی رو گفتیم، یک جلسه در این زمینه ما صحبت کردیم، اما اینجا فقط میخوام خدمت شما یادآوری بکنم که یک بخشی رو هم و یک کمیته هم به نام سی‌کیپینگ در این مبحث ITTC وجود داره. یک سری ملاحظات رو هم خدمت شما اونجا ارائه کردن و این مباحث میتونه مفید باشه. در اینجا این قسمت زرد رنگ که من نشون دادم مباحث مربوط به سی‌کیپینگ رو در ITTC نشون میده که اینها در ورژن های مختلف هر چند ثانیه یک بار تکمیل میشن. الان ورژن 2008 رو که من آوردم، همینطور که در اینجا میبینید ملاحظات مربوط به تست های دریامانی رو گفته، پیشبینی مقاومت به توان افزوده رو در امواج نامنظم گفته و پدیده های دریامانی خاص رو گفته و اعتبار سنجی نتایج رو در اینجا ذکر کرده. همینطوری که میدونید خود ITTC مخفف International Towing and Conference هستش، یعنی کلن مباحث تجربی رو میان به صورت دیتاهایی میان در مجموعه اسنادی که به صورت ITTC منتشر میشه و روی اینترنت هم موجود هست میان و منتشر میکنن. ولی همینطوری قبلا خدمت شما گفتیم کلن یک مقدار اسنادش به قول معروف شاید بشه گفت چگالی علمی پایینی داره، بیشتر تاریخچه رو میگن و کسانی که اومدن روی زمینه‌های کار کردن و مطالب حاشیه‌ایش خیلی زیاد هست، خیلی استفاده کردن ازش خیلی راحت نیستش. ولی همینطور که در اینجا هم باز می‌بینید مباحث مربوط به عدد رزیستنس و پاورینگ رو در اینجا می‌بینید که ذکر کرده و خیلی، حالا نمی‌دونم این ساختارش از کی و چه جا اینجوری شکل گرفته، بیشتر تاکید می‌کنن رو نام افراد و اینکه هر یک از اینا در چه سال‌هایی چه کار کردن. در صورتی که یک من به اون مستند علمی که به صورت بین المللی شناخته شده هست شاید این شکل خیلی مناسب نباشه و با یه رفرنس دادن میشه ارجاع داد که به قول معروف از چه منبعی داره استفاده میشه و از اون منبع طرفتون بفهم که کیا کار کردن. اما در اینجا به قول به طور مثال ما اینجا آوردیم که یکی از مواردی که در اینجا بوده اثر شکل‌های مختلف سینه رو روی افت سرعت اومدن و بررسی کردن. محور عمودی افت سرعت، محور افقی ارتفاع امواج هست و این بررسی‌ها رو اومدن انجام دادن. همینطور که می‌بینید بر اساس و بیس کار در مطالبی که در ITTC ارائه شده بر اساس به قول معروف تست مدل هستش و الان اینجا هم شما بحث‌های کوبش و اینها رو می‌بینید که یک گوه رو به چه صورت تست میکنن و نتایجش رو در اینجا میان قول معروف مقایسه میکنن. اما یکی از چیزهای دیگه که حالا اخیراً وارد شده در این مستندات ITTC مربوط هست به مدل سازی های CFT که اصولاً خود ITTC اصلا مبناش و اساسش بر اساس قول معروف تست و تجربه هستش، ولی چند سالی هستش که کشورهای جنوب شرقی آسیا و شرق آسیا هم در ITTC نقش خیلی پررنگی رو ایفا میکنن و تقریبا کار رو دست گرفتن و این هم چون اونها تبحر خیلی خوبی دارن در مدل سازی های نرم افزاری و کامپیوتری، این مقدار اومدن این مباحث رو وارد ITTC هم کردن و این شکلی که اینجا شما میبینید رو من از همین مجموعه اسناد ITTC مربوط به سی‌کیپینگ آوردم که مدل سازی های به قول معروف نرم افزاری رو مربوط به سی‌کیپینگ در امواج رو اومده
و شکلهایی از این ارائه کرده و نحوه ولیدیشن اینها رو هم میاد یه توضیحی میده، یعنی یه ملاحظاتی از نحوه مدل سازی و نحوه ولیدیشن و اعتبار سنجی اینها رو میاد و ارائه میکنه، که شاید حالا وارد کردن یه همچین چیزهایی در مجموع اسناد ITTC یک مقداری از اون تعریف اولیه و اصولی که اصلا مبنای تعریف ITTC بوده یه مقداری فاصله بگیره. در اینجا هم میبینید که خب میاد و هر یک از این مباحثی که ارائه میکنه طبق فرایندی که دیگه تا الان همتون آشنا هستین، ابتدا باید بیاد و طیف موج رو تعریف بکنه، اینکه مبانی تحلیلی که داره انجام میده بر اساس چه طیف موجی هستش. اگر طیف موج تغییر بکنه خب طبیعیه که به قول معروف تحلیل های ما همینطور که تا الان میدونید همگی تغییر خواهد کرد و متفاوت خواهد شد، و به همین دلیل در اینجا میاد و اون طیف موج مبنایی رو که در نظر گرفته، مثلا پیرسون موسکوویچ اومده لحاظ کرده، فرمولش هم اینجا داده و به قول معروف شما میتونید آشنا بشید با این ملاحظاتی که در این اسناد گفته. حالا شما در درس هیدرودینامیک هم خدمت شما گفتیم یه چرخی اگه تو ITTC بزنید کلا دستتون میاد که به چه صورت هست این استاندارد. استاندارد البته به اون معنی که مورد تایید مؤسسه رده بندی اینها باشه نیستش، کلا یک سند به قول معروف مورد قبول بین المللی هستش که به قول معروف مباحث مربوط به تست مدل میپردازه، که ما در مبحث 27 از درس هیدرودینامیک اینها رو خدمت شما گفتیم. از کل مجموعه مباحث و قسمت هایی رو که در ITTC میشه پیدا کرد یه مطالبی رو گفتیم و اینکه چه نکاتی رو درش تاکید کردن، چه چیزهایی رو بیشتر باید دنبالش باشیم و چه چیزهایی اصلا در مجموعه مباحث مربوط به ITTC موجود نیستش. علاوه بر اون ما در این مبحث 27 اومدیم مباحث مربوط به آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل رو هم بیان کردیم. نکنید ما یه سری فرمول ها و روابطی رو داریم که باید میتونیم نتایجی که از مدل به دست آوردیم رو تعمیمش بدیم به کشتی واقعی. ما چون اونجا یکی دو جلسه کامل باز میخوام شاید الان خاطرم نیست، شاید 3 یا 4 جلسه ما رو این زمینه صحبت کردیم، من دیگه نمیام این مباحث اینجا تکرار بکنم، زمان رو بیهوده از دست میدیم. شما الان اگر که این مبحث رو نخوندید قبل از اینکه ادامه این فیلم رو ببینید برگردید مجموعه فیلم های آموزشی به اصطلاح مربوط به آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوزه کشش رو حتما بررسی بکنید و بعد از اینکه اینها رو خوندید ما در ادامه میتونیم مباحث تکمیلی رو بگیم، چون اینجا اصلا بنا نداریم که مباحثی که قبلا گفتیم رو تکرار بکنیم. برای اینکه یه شناختی داشته باشید در اینکه در ایران وضعیت به چه صورت هست یه مرور خیلی سریع میکنم در روی آزمایشگاه دریایی که ما در ایران داریم. ما کلن 5 تا حوزه کشش در کشور داریم که آمار خیلی خوبی هست. این امکانات در یک کشوری مثل ایران واقعا نشان از عزم جدی مسئولین علمی کشور داره برای رسیدن به یک سری نتایج علمی، و به خصوص این 3 تا حوزه اولی که اینجا خدمت شما آوردیم یک سری 3 تا حوزه کشش کاملا عملیاتی و برای اهداف تحقیقاتی و پروژه‌های بزرگ ساخته شدن. این 2 تا حوزه کشش معروف دانشگاه شریف و دانشگاه امام خمینی خب طولشون کمتر هست و بیشتر برای اهداف آموزشی هست. حوزه کشش آزمایشگاه ملی دریایی ایران که با نام شهدای خلیج فارس شناخته میشه طول 391 متر داره، عرض 6 متر، عمق 4.5 متر و حداکثر سرعت عرابه 19 متر بر ثانیه که عدد بسیار بالایی هست و ما این ابعاد از حوزه کشش رو به ندرت اصلا در منطقه آسیا داریم. حوزه کشش دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز هستش با طول 140 متر، عرض 7 متر، عمق 3 متر و سرعت بیش از 10 متر بر ثانیه سرعت عرابش هست. حوزه کشش دانشگاه صنعتی اصفهان هست با طول 107 متر، عرض 3 متر، عمق 2.2 متر و سرعت عرابه 3 متر بر ثانیه. حوزه کشش دانشگاه صنعتی شریف هست طول 25 متر، عرض 2.5 متر، عمق 2.5 متر و سرعت عرابه 6 متر. و حوزه کشش دانشگاه صنعتی دانشگاه امام خمینی طول 16 متر، عرض 2.5 متر، عمق 2 متر و سرعت عرابه 3 متر بر ثانیه، که خب مشخص هست این دوتا حوزه پایینی اینا برای اهداف آموزشی بیشتر مد نظر هستن، ولی همینطوری که حالا احیانا ممکنه که بعضی از شما دانشجو دانشگاه شریف باشتن تو که میدونید در همین حوزه کوچیک در سرعت‌های پایین که مربوط به کشت تجاری هست میشه بالاخره تست‌های رو هم انجام داد. ولی این 3 تا حوزه‌ای که ما در اینجا داریم واقعا افتخار ایران هست و واقعا کارهای بزرگ علمی میشه در اینها انجام داد. یه مشخصات
مختصری در ارتباط با این آزمایشگاه من سعی میکنم ارائه بکنم و یه تصاویری که یک تقریب آشنایی بیشتری با اینها داشته باشید. بزرگترین و مهمترینش همین آزمایشگاه دریایی ملی ایران هست که با نام شهدای خلیج فارس ساخته شناخته میشه و این هم ابعادی هستش که از این مد نظر هست. این هم تصویری از همین حوزه کشش هست، این تصویری از بیرون هست که این سوله ای رو که احاطه کننده این حوزه هست در نظر گرفته شده و تصویرش هست و این هم عرابه این حوزه کشش و طولی از این که شما دارید میبینید. اینجا مشخصات اصلی عرابه ارائه شده و این هم تصویری از خود همین حوزه هستش که دارن یک تستی رو از یه شناوری انجام میدن. اینجا مشخصات موجساز این حوزه ارائه شده که میتونه حیطه وسیعی از انواع موجهای منظم و نامنظم را ارائه بکنه و در اینجا از مشخصات موج تولیدیش موج منظم تا ارتفاع نیم متر رو میتونه تعمین بکنه و موج نامنظم تا ارتفاع موج مؤثر 0.4 متر رو میتونه تعمین بکنه که برای کارهای تحقیقاتی بسیار به اصطلاح مشخصات خیلی خوبی هستش. و انواع و اقسام شناورها و تست هایی رو که میشه در این حوزه کشش انجام داد هم در اینجا ذکر شده. تقریبا با داشتن یه همچین امکاناتی ما توقع داریم که هیچ تست مدلی رو دیگه نیاز نباشه که ما به خارج از کشور ارجاع بدیم. با این محدوده وسیع از کارهایی که شما در اینجا دارید میبینید، ما قبل از این در سالهای متمادی تست های خاصی از انواع شناورهامون رو به خارج از کشور ارسال میکنیم با یه هزینه های نجومی و اعداد ارقام عجیب غریبی این تست ها انجام میشد و نتایجش به ایران ارسال میشد که من در جریان یکی دو تا از این تست ها بودم. واقعا میدیدم که حیف هست که واقعا کشوری که خودش ثروت نفت داره بخواد بیاد برای هر تستی ارسال بکنه به کشورهای دیگه و اونها از این منبع به قول از این راه درآمد داشته باشه. ما این همه فارغ التحصیل داریم، این همه دانشجویان مهندسی داریم، فارغ التحصیلان مهندسی داریم، اساتید دانشگاه رو داریم و آخرش باید دستمون پیش کشورهای دیگه دراز باشه. خوشبختانه وجود یه همچین آزمایشگاهی کمک کرده به اینکه ما در این زمینه‌ها یک مقدار مستقل‌تر عمل کنیم. اما حوزه کشش بعدی حوزه کشش دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستش که در شیراز هست و این زیر نظر وزارت دفاع هست و برای کاربری های به قول معروف دفاعی طراحی شده و ابعاد و مشخصاتش رو هم من باز در اینجا آوردم که همونطور که خدمتتون عرض کردم طولش در حول و حوش 140 متر هست، طول مؤثرش در حول 120 متر هست و سرعتش بیش از 10 متر بر ثانیه که همینطور که حالا احیانا آشنا هستید هول و هوش 15 متر بر ثانیه رو میگن که میتونه سرعتش رو بده ولی سرعت مطمئنش حداقل 10 متر بر ثانیه میتونه باشه. این هم تصویر دیگه هست از این حوزه و این هم یک شناور ویک هستش که در حین تست در اینجا تصویر برداری شده در روز افتتاحیه و در جریان به قول معروف به صورت رسانه‌ای منتشر شده. نکنید در اینجا شما می‌بینید که ما اگر که بخوام یک سری شناورهای خاصی رو طراحی بکنیم که در اونجا ما نیاز هستش به کارهای تست مدل و کارهای آزمایشگاهی، باید حتما ابزارش رو داشته باشیم اگر دنبال توسعه دانش فنی در یک زمینه‌های خاص به خصوص زمینه‌های دفاعی هست. دانشی هستش که معمولا در زمینه‌های دفاعی در دنیا به صورت منتشر شده وجود نداره، دانش‌های خاص و دانش‌های نظامی و دانش‌های دفاعی و ما اگر که در یه زمینه‌های واقعا بخوام محل از اعراب داشته باشیم حتما باید خودمون به صورت مستقل دست به کار بشیم و اگر اون محصولات رو می‌خوایم باید ابزار دانشیش رو و ابزار آزمایشگاهیش رو هم فراهم بکنیم. همینطور که تا الان دیگه مطمئناً می‌دونید خیلی از زمینه‌ها هستن که ما صرفاً با کارهای نرم افزاری نمی‌تونیم بهش برسیم، با کارهای تحلیلی نمیتونیم بهش برسیم، فرمولش موجود نیست، منتشر نشده، میگم به خصوص در زمینه‌های خاص دفاعی و نظامی و ما اگر ابزار آزمایشگاهی رو داشته باشیم خیلی راحت مستقل و مطمئن میتونیم مسیرهای علمی رو پیش بریم. الان همین شناور ویگی که الان شما دارید اینجا میبینید این شناورهایی هستن که همینطوری که میبینید نزدیک به سطح حرکت میکنن و از اثر سطح استفاده میکنن و اینها رو ما در کشور الان تصویری که اینجا دارید میبینید نمونه از این شناور ویک هستش که در کشور طراحی شده و ساخته شده. الان اینجا شما
ابزارالات علمیشو میبینید که چگونه کارهای تستش انجام میشه و باید برسن به اینکه یه شناور مقاومت هیدرودینامیک و شرایط لیفتش و خصوصی مد نظر هست به چه صورت هست، بیان با حالا بهینه‌سازی هایی که انجام میدن که اصولا هم شاید مثلا یه سریش یه قسمتش بر اساس روش تران ارور باشه، یعنی سعی و خطا باشه، بیان به یه سری طراحی هایی برسن که این طراحی ها افتخار واقعا یک کشوری که یک کشور جهان سومی که حالا کشور به قول معروف آسیایی هست و شرایط به قول معروف جزء کشورهای شاید حالت جهان سومی هم درست نباشه الان بگیم ما وضعیت گرمی در ایران هستش، خوشبختانه شرایط رو به رشد و شرایط مناسبی داریم، در این شرایط یک کشوری بالاخره بتونه یه همچین پروژه هایی رو طراحی کنه، تدوین دانش فنی کنه و بسازه واقعا باعث افتخار هست که الان اینها تصاویر دیگه ای از همین شناور هستش که شما در اینجا میبینید و این هم ناوگانی از این شناور هستش که در اختیار نیروی مسلح قرار گرفته و همینطور که میبینید شما فرض بکنید که یک کدوم از این وسایل رو بخرید، یعنی ارزش افزوده که برای شما ایجاد میکنه بسیار بسیار بالا هست. شما اگه اینو بخواید خرید بکنید باید هزینه های بسیار گزافی رو بدید، ولی وقتی که به دانش فنیش رسیدید و یک نمونه رو تونستید طراحی بکنید با موفقیت و بسازید و تست بکنید، دیگه مثل تصویری که الان شما در اینجا میبینید میتونید ناوگانی از این شناورها رو در اختیار داشته باشید، ضمن اینکه اگر کاربردهای تجاری و تفریحی هم برای اینا تعریف میشه اون هم در جای خودش قابل بررسی هستش و میتونه یک بازگشت سرمایه خیلی خوبی رو داشته باشه. اما یه خبر دیگه هم که همین حدوداً یه هفته پیش که الان در برنامه حدوداً اواخر دی ماه 95 هستیم، همین یکی دو هفته پیش منتشر شد، اولین هواپیمای آبنشین ایرانی هستش که اینها با قابلیت حمل 6 سرنشین در کشور طراحی شده و ساخته شده و تست شده و شما در اینجا این پرندگی دوزیست ایرانی است، هواپیمای چند منظوره با قابلیت های عملیاتی گوناگون. بخش خصوصی کار کرده و امیدوار است این زحمتی کشته شده مجموعه مختلفی که در داخل کشور نیازمند یک هواپیما آبنشین هستند، مجموعه نفت، مجموعه مختلف نفت نیازمند داره، محیط زیست نیازمند داره، منابع طبیعی نیازمند داره و جاهای مختلفی که کار دارن راجع به دریا و آبها استقبال کنند. نخستین هواپیمای ایرانی با قابلیت‌های پروازی و شناوری و توان عملیات در خشکی و دریا، 257 کیلومتر بر ساعت سرعت و 250 اسب بخار توان دارد. یک مدل کاملا جدیدی بود برای کشور و من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. مهم دانشی است که رسوب کرده برای پروژه های آینده، چون ما تو این ارتباط حداقل 3 پروژه دیگه تو آینده داریم که کلیدش واقعا تهنشینی این دانشه. پرندگی دوزیست ایرانی با ظرفیت 6 سرنشین متناسب با ماموریت های گوناگون دریایی و خشکی در کشورمان طراحی، ساخته و تجهیز شده است. طول نخستین هواپیمای ایرانی چند منظوره بیش از 8 متر و ارتفاع آن بیش از 3 متر است. البته یه توضیح هم بدم، همینطور که میدونید این هواپیمای آب نشین اینا مثل هواپیما دقیقا پرواز میکنن، ولی این شناورهای ویگ اینا نزدیک به سطح حرکت میکنن و در یک ارتفاع مشخصی از سطح آب بیشتر نمیتونن فاصله بگیرن، مثلا مفاهیم طراحیشون با هم دیگه متفاوت هست، ولی در کل عرض این هستش که وقتی که شما میخواید طراحی یک چیزی رو بر عهده بگیرید، یعنی بعضی ما فقط به ساخت توجه میکنیم ولی یک مهندسین واقعی دیگه اصل کار رو در طراحی میبینن، میبینن اگه ما دانش یک چیزی رو میخوام به دست بیاریم حتما باید توانایی طراحی رو لزوما حتما داشته باشیم، یعنی شما وقتی که دانش طراحی رو واردش میشید میتونید به معنی واقعی به دانش فنی برسید که برای شما کسب درآمد میکنه، که من این هرم رو قبلا خدمت شما توضیح دادم، هر چقدر به سمت رأس هرم بیشتر بتونید حرکت بکنید برای شما درآمد بیشتری خواهد داشت. این تولید دانش فنی که نهایت به قول معروف رأس این قله هستش و نهایت ارتقای دانش فنی هستش که کشور میتونه بهش برسه، این ابزار میخواد، هم نیروی انسانی میخواد هم ابزار میخواد. ابزار اینها در مواردی مثل همین قصه کشایی که خدمت شما عرض کردم، اینها لازمه یک تولید دانش فنی هستش، یعنی شما موقعی که بخواید یک طراحی رو همینطور که میدونید به اطمینان کافی در انتهای کار برسید یا اون دانشی که تولید کردید رو ولیدیشنش رو انجام بدید، مثلا فرض کنید که ابزار شما و روش شما روش عددی بوده ولی تا نیاد دانش خودتون رو ولیدیشن بکنید با ابزار تجربی معتبر نخواهد.
حوزه کشش بعدی که داریم حوزه کشش دانشگاه صنعتی اصفهان هستش که اینجا تصاویری از این حوزه کشش رو می‌بینید که در مجموعه خود دانشگاه صنعتی اصفهان مستقر هست، دارای موج‌ساز هم هستش و اینجا شما سیستم موج‌سازش رو می‌بینید. یک مقداری سیستم موج‌سازش یک مقدار سیستم قدیمی و اولیه هست و این هم نمونه از یه تستی که در این دانشگاه و در این حوزه انجام شده که البته جزء معدود تست‌هایی هستش که در اینجا انجام میشه و متاسفانه دانشگاه صنعتی اصفهان همونطور که قبلا گفتم یکی از نمونه‌های بارز ائتلاف سرمایه در ایران هست. اومدن این حوزه کشش رو با زدوبندهای سیاسی و به قول معروف اعمال نفوذ در یک دانشگاهی این رو ساختن که اصلا نه رشته دریایی داره و نه دانشجوی دریایی و نه استاد دریایی و واقعا آدم تعجب میکنه که این همه سرمایه رفته در این دانشگاهی که البته جزء دانشگاه‌های برتر ایران هم هست ولی متاسفانه هیچ ارقی برای استفاده از این آزمایشگاه وجود نداره. میلیاردها تومان سرمایه، شاید بشه گفت ده‌ها میلیارد تومان سرمایه صرف این آزمایشگاه شده ولی شما وقتی که میری در داخل این آزمایشگاه اینو گرد مرگ پاشیدن. شما مقایسه می‌کنی مثلا با دانشگاه صنعتی شریف که یه حوزه کوچیک 20-25 متری بیشتر نیسته، شما می‌بینید دانشجو اونجا چقدر فعالیت داره، چقدر مدل‌ها ساخته میشه. من همونطور که قبلا هم خدمت شما گفتم خیلی برام دردناکه واقعا موقعی که می‌بینم این حد از ائتلاف سرمایه در کشور ما زیاده. الان همین دانشگاه صنعتی اصفهان رو من چند سال پیش یه بازدیدی اونجا رفتم، برام خیلی اسفناک بود و اصلا قابل باور نبود. یه چیز هولوش 15 سال از طول عمر این حوزه میگذشت یه دونه مدل تست کرده بودن، یعنی آدم واقعا یه جایی میخواست سر خودشو بزنه به دیوار. بعد نگاه میکنه میبینه که همین دانشگاه صنعتی اصفهان این گروه زیر دریایی تشکیل دادن، یه گروه تقریبا نیمچه دریایی که تشکیل دادن، یه چیز هولوش شاید بشه که 7-8-10 تا دکتر با مدرک دکترا از کشورهای خارجی اونجا هستن ولی متاسفانه هیچ کارایی ندارن. یعنی افرادی رو ما اونجا دیدیم که اصلا نحوه استخراج خطوط بدنه کشتی رو هم بلد نیستن و اونجا هستش که آدم میگه واقعا 200 گفتن چون نیم کردار نیستش. اونجا کرور کرور شما دکتر دارید میبینید با حقوقای آنچنانی و با یه علم و کتر خاصی، هیچ کاری ازشون در نمیاد. از اون طرف شما یک سری دانشجوی با انگیزه رو میبینید تو رشته دریایی، میبینید که چقدر خوب استفاده میکنن. در واقع اینجا موقعی که میان این حوزه کشش، این امکانات، این سرمایه رو میان در یک دانشگاهی قرار میدن که همه اساتیدش اساتید مکانیکن، اساتید دریایی نداره، دانشجو دریایی نداره، اصلا ارقی ندارن که استفاده بکنن و از این معمولا برای یه سری آروبی ها و یه سری زیردریایی های کوچیک اسباب بازی که درست میکنن تو این تست میکنن میندازن یعنی یه حوض ازش استفاده میکنن و این واقعا یک نمونه بارزی از ائتلاف سرمایه ها در کشوره که میگه موزل اصلی آزمایشگاه دریایی در ایران هم در واقع میتونیم به این صورت ازش نام ببریم. عدم وجود پروژه‌های تحقیقاتی مادر که این همه میلیاردها تومان سرمایه در کشور انجام میشه ولی پروژه‌های بزرگی که وقت این حوزه رو پر کنه وجود نداره، یعنی بیشتر خودشون رو به کارهای دم دستی مشغول میکنه. در صورتی که شما مثلا مجموعه هم مجموعه سری 60 رو که نگاه میکنید یا سری 64 یا مجموعه‌هایی که به صورت استاندارد یه سری از اطلاعاتی در مورد حوزه کشش و مقاومت و دریامانی رو ازش تقدیم میشه که نمونه هایش هم در دست هیدرودینامیک و این دست بشه آشنا شدید، این یک پروژه های بزرگ ملی میاد توی کشور تعریف میشه و مثلا 70% وقت یه حوزه ای رو در طول سال پر میکنه. حالا اون بین هم یه سری پروژه های تحقیقاتی یا دانشجویی چیزی بیاد هم در بین کاراشون ساپورت میکنه ولی متاسفانه اون فکر کلانی وجود نداره که بیاد یک پروژه تحقیقاتی بزرگی تعریف بکنه که بگه آقا مثلا ما 5 سال متمرکز بودیم روی این کار، این خروجی اصلی این حوزه هستش، در کنارش هم مثلا این 30 تا کار خودریز رو هم انجام دادیم. عامل دوم عدم استقبال از پروژه های دانشجویی است. متاسفانه وقتی که ما همونطور که گفتم خیلی تفکیک قائل نیستیم بین حوزه های تحقیقاتی و آموزشی، میایم یک پروژه بسیار کلانی رو اجرا میکنیم بعد میگیم خب این به قول معروف آزمایشگاه یک به قول معروف هزینه های خیلی سرسام آوری برده و ما اصلا اینجا اگه دانشجو رو راه بدیم در این آزمایشگاه اصلا ممکن تخریب تجهیزات انجام بشه و صدمه بزنه به آزمایشگاه و غیره و به خاطر همین اصلا در اینجور مواردی در حوزه های بزرگ معمولا اصلا دانشجو رو متاسفانه راه نمیدن و این یک اشتباه است. وجود دانشجو و حضور دانشجو باعث پویایی یک مرکز و یک حوزه میتونه باشه و یک آزمایشگاه میتونه باشه، یعنی اینقدر فعالیت که دانشجوها دارن
معمولا اساتید ندارن چون وقتشون محدود هستش و خیلی نمیتونن بیان در آزمایشگاه حضور فیزیکی داشته باشن، مثل همین وضعیتی که گفتم در همین دانشگاه صنعتی اصفهان اتفاق افتاده. در اینجا عملا خود اساتید که تخصص دریایی ندارن، از دانشجوی دریایی هم که از جای دیگه میخواد اعزام بشه و در اونجا کارشون انجام بدن از اونها که استقبال نمیکنن، عملا میشه حوزه بیکاری که فقط از حوزه کشش به عنوان حوزچه و استخ از اون استفاده میکنن. عدم وجود متولی حرفه‌ای برای ساخت مدل انجام آزمایش و اصلاح و استخراج نتایج هست که در بعضی از موارد دیده میشه که افرادی در اینجا وجود داره که اصلا این کاره نیستن، یعنی اینا رو از یه جایی بالاخره تو جای دولتی هست دیگه، نمیدونستن اینا چی کارش بکنن، برداشتن گذاشتن یه جایی که بیان از اینها چیکار کنن، یه کاری رو به دست بگیرن و مشغول باشن. در صورتی که ساخت مدل الان همین دانشگاهی که الان من مشغول به تحصیل هستم، اینجا یک به قول معروف افراد حرفه‌ای رو برای ساخت مدل دارن، برای کالیبراسیون تجهیزات دارن، برای انجام تستا دارن و افرادی باید باشن که فقط سخت افزار مهم نیست، افراد حرفه‌ای این کارو نیاز داره که اینها باید دوره‌های خاص خودشون هم دیده باشن و خبره این کار باشن. چهارمین مورد عدم انگیزه و احساس مسئولیت مسئولین آزمایشگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری هست. یعنی شما باز همین اشکال دولتی بودن و بی انگیزه بودن رو شما عملا در اینها میتونید ببینید. حتما این آزمایشگاه ها رو یکی دو تاشو باش از نزدیک آشنا هستم و بقیه رو نمیدونم. این آزمایشگاه که اخیرا افتتاح شده، همین که گفتم آزمایشگاه ملی ایران هستش با طول حدود 390 متر و 400 متر، حتی این رو تا جایی که میدونم خوب دارن کار میکنن خدا رو شکر فعلا و نتایج خوبی ازش دیدیم و شروع کار خیلی خوبی دارن، امیدوارم در ادامه هم انجام بدن. ولی عموما مسئولینی که برای این آزمایشگاه هستن خودشون انگیزه کافی ندارن، این ترجیح میدن که یا حوزه کششی یا آزمایشگاهی بیکار باشه ولی کارهای مثلا متفرقه یا کارهای دانشجویی انجام ندن، منتظر پولن، منتظر درآمدن، در صورتی که این دستگاه و تجهیزات موقعی بیکار میفته عملا بعد چند سال از بین میره. و شما تعداد آزمایشگاه دریایی ایران، چه جالبی که وجود داره، تعداد آزمایشگاه دریایی ایران برابر با انگلیس و آلمانه، ولی شما اونجا نگاه میکنید که اونجا خروجی اونها به چه صورته، خروجی ما به چه صورته. موقعی که شما میاد میلیاردها تومان از بودجه بیت المال یک کشور صرف آزمایشگاه میکنی، باید این آزمایشگاه شبانه روز کار بکنه. میگم همین من الان در فایز از کشور که مشغول تحصیل هستم، یه حوزه کشش نصف نیمه نسبتا کوچیکی هم از خیلی هم بزرگ نیستش، اینها شب ها هم تست میکنن، این کریج رو به صورت اتومات از خودشون میذارن، چون هر باری که کریج حرکت میکنه آب داخل حوزه خب متلاطم میشه، اینا باید چند دقیقه صبر بکنن که آب آروم بشه خودش تست بعدی رو انجام بده. دستگاه ها اتومات هست، اینا میذارن خودش تو تست بعدی خودش حرکت میکنه. ولی ما در ایران این عظمتی از تجهیزات رو داریم، الان این همین تصویر حوزه ملی خلیج فارس هستش، واقعا این عظمت رو ما داریم یا در اون حوزه دیگه که گفتم خدمت شما، اینها باید شبانه روز کار بکنن، پروژه دانشجویی میاد انجام بدن، تحقیقات متفرقه میاد انجام بدن، پروژه تحقیقاتی مادر به صورت پروژه ملی تعریف میشه انجام بدن، به گونه که واقعا باید حیف بدونن که این سرمایه ملی داره اتلاف میشه، ولی متاسفانه اون اغ وجود نداره و این میشه وضعیت تحقیقاتی ما که با اون حالت ایدئال فاصله داره. به قول اسمان کاچی وضعی چیه، همین حد که تحقیقات انجام میشه بالاخره شاید خیلی از کشور همسایه ما اصلا نه چنین امکاناتی دارن، نه فکرشون میرسه که برن سراغ همچین امکاناتی و نمیتونن استفاده بکنن، ولی ما بالاخره امکاناتی داریم، انشاءالله که روز به روز بهره وری در اینجا بیشتر بشه. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که چرا تست مدل دریامانی رو ما انجام میدیم؟ میگیم یکی اینکه خب ما روش‌های تحلیلی رو گفتم که دقت نسبتاً خوبی دارن، ولی این دقت برای بدنه‌های معمولی کشتی‌های تجاری هست. وقتی که ما مثلا برای کشتی‌های چند بدنه یا مثلا مواردی مثل هاورکرافت ها یا همین شناورهای ویگی که شناورهای اثر ساعتی و مثلا هواپیمای آبنشین و اینا رو شما میخواد تست بکنید، اینا بدنه‌شون به بدنه‌های کشتی تجاری اصلا نمیخوره و کلا متفاوته. در این شرایط شما فرمولی ندارید، یعنی شما از همین روش‌های استریپ تئوری و کانفورم مپینگ از این اصلا نمیتونید استفاده کنید به دلیل شکل بدنه خاصشون و در واقع فرمول‌های وجود نداره، روش تئوری وجود نداره که شما بتونید از روش‌های تحلیلی برای اونها چیکار کنید استفاده بکنید. پس بنابراین در یک حیطه وسیع از شناورهای نوینی که شما میخواید کار بکنید حتما نیاز به انجام تست‌ها در حوزه کشش خواهید داشت. مبحث بعدی کارهایی در جاهایی که لزجت اثر مهمی ندارد، عدم کارهایی جریان پتانسیل در حرکت رونا کنید. این روش‌های تحلیلی رو همینطوری قبلا گفتم، مثل همین روش هم کانفورمال مپینگ و استریپ تئوری و
و روشایی که ما میایم ذرایب هیدرودینامیک دو بعدی رو به سه بعدی تعمیم میدیم، خود اون ذرایب هیدرودینامیک دو بعدی رو از روش جریان پتانسیل استفاده میکنیم که درش لذت نبود. یعنی کلا در تحلیل هایی که شما با لذت و لایه مرزی و استکاک سر و کار داشته باشید، روش های تحلیلی اصلا جواب نمیدن. یکی از مواردش همین بررسی حرکت رول بودش که مفصل روش صحبت کردیم. در این موارد که اتفاقا در بحث های پایداری خیلی هم اهمیت داره، شما مجبور هستی بری سراغ تست مدل و روش های تحلیلی کارایی نداره. البته یه سری گفتم یه سری فرمول های نیمه تجربی نیمه تحلیلی وجود داره که ترکیب به قول معروف فرمول های تحلیلی و تجربی اومدن قاطی کردن، یه سری فرمول هایی رو برای اصلاح نتایج روش های تحلیلی اومدن ارائه کردن، ولی خب این به خودی خود جوابگو نیستش و خطای این روش ها هم زیادن. مبحث بعدی، اگر ما آزمایش کشتی واقعی در دریا رو بخوایم انجام بدیم، دو سه تا نکته اصلی و اساسی وجود داره که فراهم نشدن شرایط دریایی دلخواه. مثلا شما یک کشتی رو میخواید بررسی کنید ببینید در قرص دریایی مثلا 6 چه اتفاقی براش میفته، 7 چه اتفاقی براش میفته. اولش که یه همچین قرص دریایی رو شما باید مثلا توی فصل‌های خاص شرایط خاص ببرید توی منطقه خاص و اونجا تست بکنید. ولی یک بحث دیگه هم که وجود داره، خود کشتی رو در یه همچین شرایطی قرار دادن بسیار خطرناکه. و اگر که فرض بکنید که کشتی شما ساختید برای قرص دریایی مثلا 6 و 7 اصلا کشتی جوابگو نبود، خب صدمات جدی می‌بینه و خطرات تست دریایی در دریا خیلی خیلی حائز اهمیت است. مبحث بعدی مشکل تامین آبخور حداکثر است. گفتیم که شما با کشتی در آبخور سبک باشه، حرکاتش و پدیده‌های دریامانی و دامنه حرکاتش و شتاب‌ها بسیار شدید خواهد بود که نموداراش هم خدمت شما نشون بدیم. خب پس برای اینکه کشتی واقعی رو بخواید تست بکنید، باید آبخورش رو برسونید به حداکثر. خب موقعی که شما چطور میتونید یک کشتی مثلا نفتکش 300 هزار تنی دارید، میخواد حالا تستش هم بکنید، هنوز تحویل دهی انجام نشده، چگونه میخواد اینو 300 هزار تن بارگیری بکنید؟ یا مثلا یک کشتی کانتینربر میخواد ببرید در حالت فول لود، کشتی چند کانتینریه، مثلا فرض کن 7000 کانتینریه، 7000 کانتینر چجوری میتونید وزنش رو این وارد بکنید که این رو به قول معروف در آبخور طراحی قرار بدید؟ یعنی عملا اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که آزمایش دریامانی در دریا عملا شاید بگیم که امکانش وجود نداره. مشکل تامین آبخور حداکثر و هزینه بر بودن این تیپ تست ها. پس بنابراین این دوتا روشی که ما مد نظرمون هست میتونیم مقایسه کنیم با روش تست مدل دریامانی، میبینیم که اینها در جاهایی یا اصلا کاربرد ندارن یا این محدوده هایی از کاربرد رو براشون تعریف شده. پس ما لاجرم مجبور هستیم که سراغ بحث تست مدل حتما بریم. اما مبحث بعدی میرسیم به اینکه هدف از انجام آزمایشات دریامانی چی هست. یکی از اینها بررسی کارایی و اصلاح روش های تئوری موجود، تئوری نواری و ذرایب هیدرودینامیک مربوطه در چندین مرحله بر اساس نتایج تجربی اصلاح شده است. بهبود مشکل غیر خطی بودن در دریای مواج برای برهم‌نهی خطی در تحلیل طیفی. که نکن این روش هایی که الان گفتم دقیقاً الان دیگه میفهمید من دارم چی میگم. یه جاهایی همون نمودارهایی که شما میرفتید ازش ذرایب A و B رو استفاده میکردید، اینا چگونه به دست اومده؟ اوایلش اساس رو بر اساس اصلیش و اساسش رو بر روش های تحلیلی گذاشتم که باش آشنا هستید، ولی اینها گفتم حتما باید ولیدیشن انجام بشه بر اساس توصیه هایی که همین ITTC که در ابتدا رو صحبت کردم و کارهای تجربی که انجام شده به مرور اومدن این ذرائب رو اصلاح کردن به گونه که شما ذرائب هیدرودینامیک استفاده میکنید دارای دقت بهتری باشه. ضمن این که شما محدوده از روش های تئوری که داشتید این بود که در جاهایی که حرکات غیر خطی بود، دامنه حرکات زیاد بود، میگن که مثلا پدیده های دریامانی اتفاق می افتاد، مثلا خیسی عرشه، مثل پدیده کوبش، اینها رو اصولا شرایطی بود که اصلا کلا دیگه روش های تئوری جواب نمیداد. یه سری اصلاحاتی رو یه سری فرمول هایی رو البته مثلا در بحث اسلامی دید که ارائه شده، ولی اینا همش بیسش بر اساس تجربه هست اگرم فرمول هایی در اونجا ارائه شده، چون اصولا روش های تئوری در این محدوده ها جوابگو نیستن. پس ما در این زمینه ها میبینیم که مجبور هستیم. بحث بعدی، شما موقعی که میخواستید طیف موج رو به طیف پاسخ تعمیم بدید و طیف پاسخ رو استخراج بکنید، یه تابع انتقال ما داشتیم که بهش میگفتیم راو. یک تابع راو بودش که تابع راو در طیف موج ضرب میشد و خروجی به ما طیف پاسخ رو میداد. این راو گفتیم اصل کار هست، چون طیف موج یه فرمول ساده است، خیلی راحت ترسیم میشه. اون طیف موج رو که ضرب در راو میکردیم، مقدار طیف پاسخ به دست میومد. خدمت شما قبلا گفتیم که اصل کار ما و انرژی ما معطوف هست به استخراج نمودارهای راو. اگر ما نمودارهای راو رو بتونیم استخراج بکنیم، دیگه طیف پاسخ برای ما معلوم شده هستش. با
خب طیف پاسخ رو به چه صورت میشه به دست آورد؟ میگیم در دریای آرام و متوسط از روش های تحلیلی استفاده میکنیم، مثل همین روشی که شما انجام دادید و تکمیل پروژه هم انجام دادید تو فازهای مختلف، ولی میگیم در دریای مواج که شما برای کورس دریایی بالاتر مد نظرتون هست که فرض خطی بودن موج به اصطلاح کارایی نداره، شما صرفا از روش تجربی باید استفاده بکنید، که اونجا خوب خاطرتون هستش که ما دو تا فرض رو برای روش های تحلیلی استفاده کردیم، حرکات خطی به علاوه موج خطی، یعنی این دوتا باید همزمان وجود داشته باشه شما بتونید از روش های تحلیلی استفاده بکنید. موقعی که شما در دریای مواج هستید اول از همه اون شرط شیوه موج و خطی بودنش نقض میشه، چون دیگه دامنه امواج ارتفاع امواج خیلی زیاد میشه و دیگه موج ما موج خطی نیست، موج که خطی نباشه حرکات هم دیگه خطی نخواهد بود و اصولا این روش های تحلیلی دیگه کارایی نخواهد داشت. طراحی شکل بدنه های مناسب نه فقط برای بدنه های معمولی بلکه برای بدنه های خاص، شما یک همین شکل بدنه های تجاری معمولی هم که بر اساس روش تحلیلی تست میکنید بالاخره میخواد در نهایت کشتی مثلا چند ده میلیون دلاری میخواد ساخته بشه، خب اینو هم تو بحث های تست مقاومت که قبلا رو صحبت کردیم در درس هیدرودینامیک و هم برای تست های دریامانی برای اطمینان از کار میتونید، یعنی میتونید که نه، یعنی باید مرحله آخرش ختم بشه به تست مدل. اما برای بدنه هایی که غیر معمول هستن، همینطور که روز کشتی چند بدنه، اونجا که دیگه خب اصلا گفتم روش تحلیلی هم ندارید، تنها راه شما تست مدل هست. تخمین بارهای ناشی از موج بر روی سازه و بهینه‌سازی سازه ای هستش که تو بحث های سازه ای هم خیلی خیلی حائز اهمیت هست. استرینگیج هایی رو به قول معروف یا کورنیش سنج هایی رو در داخل بدنه در جای مختلف قرار میدن، این در معرض موج قرار میدن و میان بارهای ناشی از سازه رو بررسی میکنن و تغییر شکل های بدنه رو در قسمت مختلف با استفاده از این استرینگیج ها میان ثبت میکنن. بحث بعدی کاربرد ویژه در شناورهای تندرو به دلیل غیر خطی بودن رفتار شناور، رفتار دریامانی در سرعت های بالا هستش که باز همینطور که میدونید موقعی که شما دامنه حرکات بالا بینه، موقعی که شما یه شناور تند رو داری، اینجا خب خیلی از حرکاتش اصلا کلن غیر خطی هستش، یه در یه قسمت های کلن اصلا از سطح آب جدا میشه و دامنه حرکاتش به هیچ وجه با اون چیزی که شما در روش تئوری میگفتید اصلا همخونه نداره و به کل قابل استفاده نیستش، حتی با یه سری از اصلاحات فرمول های اصلاحی تجربی هم قابل استفاده نیستش. یعنی شما فرض بکنید که در کشتی های تجاری که بدنش بدنه های دارای چاین نیستش، بدنه های تقریبا فیری هستش، در اونجا از روش مپینگ میتونید استفاده بکنید. روش مپینگ چیکار میکرد؟ فرم بدنه رو میومد اون بدنه که هست رو یه تقریبی میزد به روش مپینگ به یه سری فرم های نزدیک به کشتی واقعی که ضرب هیدرودینامیک رو برای اون فرم ها میداد. با توجه به اینکه شما چند جمله استفاده بکنید و این جمله هاتون رو تا چند جمله تا جمله چندم انتخاب بکنید، ولی شما دقت بکنید که در این شناورهای تندرو هم دامنه حرکات دیگه خیلی غیر خطی میشه، کاملا غیر خطی، و هم بدنه ها رو نگاه کنید. شما موقعی که اینجا بدنه ها داره خطوط چاین هست، اصلا کانفورمال مپینگ چجوری بیاد اینا رو تخمین بزنه؟ اصلا قابل استفاده نیستش. برای کشتی تجاری هم بین اون فرمی که از روش مپینگ تخمین زده میشه با فرم واقعی تفاوت وجود داره. حالا وای بالا اینکه یک کشتی یک خطوط چاین به این صورت داشته باشه یا زاویه ددرایز خیلی شدید داشته باشه، عملا قابل استفاده نیستش. یکی از شرایط این بود که اینجا بدنه در محل خط آبخور عمود بر سطح آب باشه، در قسمت پایین هم افقی باشه، هیچ کدوم از اینها در اینجا برقرار نیستش. بررسی دقیق پدیده های غیر خطی مانند کوبش بیرون زدن پروانه و خیسی عرشه که این رو هم گفتم جز پدیده هایی هستش که اصولا در اصلا ما در روش های تحلیلی فرمولی و نموداری براش نداریم، اینها هم باز مواردی هستش که باید تست مدل روش انجام بشه. اما حالا میرسیم به این که الان ما میخوایم شروع به تست مدل بکنیم، چه پارامترهایی رو تغییر بدیم، یعنی چه کار میتونیم بکنیم برای انجام تست مدل. خب بگیم که ما دو تا تقسیم بندی کلی میتونیم بکنیم برای اینکه شما این پارامترهایی رو که در حوزه میتونید باش کار بکنید دو تشخیص بدید. یکی از اینها بحث‌های مربوط به موج هستش. در موج ما دو تا پارامتر کلی داریم، یکی ارتفاع موج یا دامنه موج بودش که معرف حضور هستش و نقش مهمی داشت در جواب‌های شناور و پاسخ‌های شناور در معرض امواج. عامل دومی که مستقل بود از پارامتر اول بحث طول موج هستش. طول موج در واقع از طول موج رو که شما داشته باشید، در واقع طول موج وابسته است به پریود موج. پریود موج هم وابسته است، یعنی یه جوری پریود موج هم ازش فرکانس موج رو به دست میاریم.
یه جورایی این سه تا پارامتر یه پارامتر هستن. یعنی شما ما که طول موج رو تنظیم بکنید، در واقع دارید پریود و فرکانس موج رو تنظیم میکنید. پس بنابراین ما در امواج، همینطور که دیگه از درس مهندسی اقیانوس تو ذهنتون هستش و الان هم گفتیم، در موج ما دو تا پارامتر مستقل از هم میشناسیم، یا ارتفاع یا طول موج، یا ارتفاع یا مثلا پریود موج، اینها یه پارامتر هستن. و عامل بعدی ما که عوامل بعدی ما که مربوط به خود تنظیمات مربوط به مدل هست، یکی زاویه برخورد مدل هست. شما موج رو تنظیم میکنید، در این یه زمین تصویر زمینه ما یک به اصطلاح حوزه کشش مخصوص سیکیپی هست که به صورت مربعی شکل ساخته شده که حالا توضیحاتش رو میدم. در حوزه کشش هایی که برای کارهای دریامانی استفاده میشه، برخلاف حوزه کشش هایی که برای کار رزیستنس و مقاومت استفاده میشه، معمولا در حالت بهینش نسبت عرض به طولش خیلی زیاد هست و تقریبا مربعی شکل در میاد. حالا در ادامه میگم چرا. در ارتباط با مدل، یکی زاویه برخورد رو ما تنظیم میکنیم که زاویه برخورد و راستای مدل با موج چه زاویه رو بسازه. عامل دوم سرعت مدل هستش که مدل با چه سرعتی باید حرکت بکنه. عامل سوم هم تنظیم درجات آزادی هستش که ما درجات آزادی رو در واقع به چه صورت میخوام، فقط هیب رو در نظر بگیریم، فقط پیچ رو ببینیم، هیب و پیچ رو با هم میخوام ببینیم، یا مثلا حرکت یا و اسوی رو هم میتونیم مثلا وارد بکنیم. بحث مانورینگ هم همزمان مد نظر هست. با توجه به این شما اونجا تنظیم میکنید که کدوم از درجات آزادی بسته بشه، کدوم باز باشه. اونی که باز هست، یعنی مثلا فرض کنید که شما اگر که در یک تست بیاید درجات آزادی هیب رو ببندید، یه پیچی داره اون میله رو سفتش میکنید، حرکت هیب رو دیگه در راستای عمودی انجام نمیده، خب این دیگه نیروسنده به شما عددی نخواهد داد. ولی وقتی که اون زامنش رو آزاد میکنید، در راستای هیب هم حرکات رو انجام میده و شما نیروی هیب رو در واقع جابجایی حرکت هیب رو هم با حسب زمان میتونید داشته باشید. خوب دقت بکنید ما این پارامترها چگونه تعریف میکنیم. ما در اینجا یکی از پارامترهایی که سه تا از این پارامترها در داخلش وارد شده همین فرکانس برخورد است. در خیلی از این نمودارهایی که ما خدمت شما گفتیم، محور افقیش چی بود؟ محور افقیش امگای ای بود، فرکانس برخورد. فرکانس برخورد شما سه تا پارامتر اصلی که در بحث دریامانی رو باشید مواجه هستی در خودش جا داده. یعنی شما موقعی که میخواد بررسی بکنید، باید موقعی که دیتا رو میخواد ارائه بکنید، محور افقیش باید امگای ای باشه. خب امگای ای این پارامتر رو باید باهاش بازی بکنید. یعنی شما موقعی که میخواد تست انجام بدید، برنامه تست رو که مینویسید، یه سی هولوش 100 حالت 150 حالت تست در میاد. چرا؟ چون شما الان همین فرمول رو نگاه کنید، یکی از پارامترهایی که اینجا مهم بود خود چی بود؟ فرکانس موج بود. درست این امگا فرکانس موج بود. فرکانس موج میشه این پارامتر 2 که اینجا ما داریم. در واقع شما طول موج با طول موج و پریود موج با هم دیگه مرتبطن. پریود موج هم یعنی فرکانس موج ازش تعریف میشه. اینجا فرکانس موج رو تعریف میکنید. حالا مثلا برای چند تا موج، شما مثلا فرض بکنید که برای که طیف امواج رو بتونید به قول معروف تست بکنید یا ازش بتونید طیف پاسخ رو استخراج بکنید، باید یک محدوده ای از امگا اینها رو داشته باشید. مثلا میگید که 1/10، 2/10، 3/10، 4/10، همینجوری میرید مثلا تا 2. از اینها مثلا 10 تا 20 تا فرکانس باید استخراج بشه. خب این میشه فقط مثلا 10 حالت 20 حالت میشه همین فرکانس یا طولمون. عامل بعدی چی هست؟ یو هست، سرعت حرکت هست. خب بالاخره شناور حد اکثر سرعت داره، ولی در سرعت میانی هم خیلی از مواقع حرکت میکنه که علتش هم دیگه معلوم نمیشه. پس بنابراین عامل دوی که اینجا هستش بحث سرعت هست که در این فرمول میشینه. یعنی شما برای سرعت هم میگی من برای 5 تا سرعت مختلف میام تست میکنم، پس این 20 مورد ضرب در 5 مورد تا اینجا شد 100 حالت. حالا عامل بعدی چی میشه؟ زاویه برخورد میشه. خب زاویه برخورد هم میبینید که بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی کلا رفتار شناور مثلا در حرکت هیب و مثلا در حرکت پیچ، در موج از سینه با موج از پاشنه، خب کلا با هم متفاوته. شما مثلا مجبور هستید اینجا برای 7 8 10 تا زاویه هم اینجا تست بکنید. یعنی همین حالت رو که میاد در نظر میگیرید، میبینید که اینجا 20 ضرب در 5 شد 100، 100 ضرب در 10 میشه 1000. یعنی شما 1000 حالت مختلف رو باید تست بکنید که حالت های تست شما بسیار بسیار متفاوت میشه. تازه چی؟ شما فقط سه تا عامل رو در نظر گرفتید. شما مثلا مجبور هستید برای چند تا ارتفاع موج هم تست بکنید. فرض بکنید که اینجا شما برای 5 تا ارتفاع موج مختلف هم بخواید تست بکنید، اون 1000 حالت ضرب در 5 حالت که میشه 5000 حالت رو شما باید چیکار کنید؟ تست بکنید. و این نشان از این داره که ما چقدر، اینکه میگیم تست مدل خیلی هزینه بره به خاطر همین هست.
و شما درجه تازه اینو شما فقط برای یه مدل دارید انجام میدید، دقت بکنید، یعنی شما بر اساس تحلیل رسیدید به یک فرم بدنه ای که فکر میکنید این پاسخگو هستش. حالا اون یه دونه مدل رو میخواد تست بکنید و اگه شما بخواد جامعه ببینید میبینید که حالتهایی که باید تست بکنید چقدر زیاد هست و در واقع این سه تا پارامتر نکنید، این پارامتر یک و دو و عامل دوی که اینجا داریم اینها همش در فرمول امگا ای نشست. یه پارامتر مستقل دیگه هم داشتیم که ارتفاع مشکل بود که اصلا از اینا مستقل بودش و خیلی از پدیده‌های دریامانی وابسته به این بود، در ارتفاع مختلف ما تست می‌کنیم. و عامل بعدی هم این هستش که شما در این حالت‌ها چی رو اصلا می‌خواید تست بکنید، چه حرکاتی مد نظر شما هست، درجات آزادی رو چیکار می‌کنید تنظیم می‌کنید. این خروجی‌های مهم از آزمایش مدل چیا هست؟ حالا اینا که دارید بررسی می‌کنید و دنبال چی هستیم از این تست‌ها؟ بررسی حرکات هیپ و پیچ و رول، یعنی دامنه این حرکات رو و تغییراتش رو با زمان رو میتونید بررسی بکنید و همچنین حرکات سرج و شتاب های اینها که بحث شتاب ها رو هم دیگه خیلی و الان به صلاح آشنا هستید و میدونید چقدر اهمیت داره. بحث بعدی مقاومت افزوده هستش که در حالت آب آرام متفاوت هست و شما باید یه تخمین مناسبی هم از این داشته باشید که در واقع اقتصادی بودن کشتی خیلی وابسته است به این، یعنی کشتی قراره که توی مسیر دریایی حرکت بکنه، همیشه امواج وجود داره، از طرفی باید در یک زمان مشخص بار رو از مبدأ و مقصد برسونه و یک سرعت مینیمومی که مد نظرشون هست باید بهش برسن. هم از بحث اینکه اون سرعت اگه نرسه بار دیر به مقصد برسه دیگه توجیه اقتصادی ممکن نداشته باشه و همین مصرف سوخت وابسته به این هست. این بحث مقاومت افزوده هم با یک حساسیت بسیار بالایی معمولا در شناورها تست میشن. مبحث بعد نیروها و مونهای بارد در بدنه و تغییر شکل‌های سازه‌ای بدن است که همینطور که گفتم یه سری کرنش سنجای در داخل بدن نصب می‌کنن و تغییر شکل‌ها رو به قول معروف ثبت می‌کنن و از اون می‌رسن به اینکه رفتار سازه‌ای شناور به چه صورت هستش. بحث بعدی پدیده‌های دریامانی مانند کوروش و خیسی ارشه هستش که در تست‌های مدل و فیلم‌هایی که هست شما می‌بینید که اینها چگونه رفتار تست مدل رو و مثلا پدیده کوروش رو در معرض امواج مختلف این فیلم برداری میکنن، بررسی میکنن و میفهمن که الان شناور در این شرایط در یکی از این حالتهایی که اینجا داره تست میشه پدیده کوروش درش اتفاق میفته یا نمیفته، اگر اتفاق میفته شدتش به چه صورت هستش. که در اینجا الان یه نمونه از این تست ها رو میتونید ببینید که مثلا اینو به عنوان نمونه برای همین تغییرات رفتاری شناورهای سوات در مقایسه با کاتامارانهای معمولی اومده و این تست ها رو مثلا انجام داده. شما در اینجا میبینید که جهت موج رو و جهت و راستای شناور رو تغییر میدن، مثلا موج عرضی رو داره به شناور میزنه و در اینجا راستای طولی، الان موج طولی رو داره به شناور میزنه، رفتارهای شناور رو با هم مقایسه میکنه که در دو حال، الان این حالت اول حالتی هستش که کشتی من برگردم عقب‌تر، این حالتی که اینجا هست الان در حالتی هستش که همین کشتی دو بدنه در حالت سوات هستش، یعنی بخش حجم بویانسیه که اینجا داریم در داخل آب هست، زیر آب هستش، اما در این حالتی که هست در مد کاتاماران هست، یعنی داره سطح آب رو قطع میکنه. حالا الان داره با هم دیگه مثلا اینجا مقایسه میکنه رفتارها رو، میبینیم که این حالتی که سوات هست میبینیم که حرکات خیلی آرامتر هست و این هم بحث مثلا خیسیه به قول من ضربات زیر دک میانی هستش که الان میبینید که به چه صورت داره انجام میشه. پس بنابراین اینجا خیلی به وضوح شما تونستید ببینید که موقعی که شما در حوزه کشش که میاد تست میکنید عملا پدیده های دریامانی که شما اصلا این همه دارید محاسبات کار تحلیل رو انجام میدید، یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره همین پدیده های دریامانی هست و عملا خیلی راحت با لحاظ شدن شرایط واقعی دریا، حتی با موج نامنظم به همراه لزجت و اینها، همه چی مثل شرایط واقعی و تست داره انجام میشه و این خیلی کمک میکنه به اطمینان شما از عملکرد کشتی در دریا، به خصوص مثلا برای شناورهای فرض بکنید نظامی یا شناورهایی که برای مدت زیادی قرار در دریا حضور داشته باشن و اونجا عملیات یا کاری رو انجام بدن، یا مثلا از کشتی‌های حفاری. این بحث‌های دریامانی و اطمینان ازش بسیار بسیار اهمیت داره و لذا حتما کار تست مدل رو اونجا باید براش انجام بده. میگیم شرایط بوته کشش برای آزمایشات دریامانی ها کنید. ما قبلا یه توضیح دادیم که مدل رو به چه صورت تنظیماتش رو انجام میدن و این عرابه و مدل به چه صورت به هم دیگه متصل میشن. اینجا معمولا تکیهگاه رو میان از روی مرکز ثقل شناور، یعنی با استفاده ارتفاع مرکز ثقل رو مدل میکنن، مثلا میشه یه همچین نقطه، از اینجا میان این مدل رو در اینجا قرار میدن و نسبت مرکز ثقل فیکسش میکنن.
الان شما در اینجا ناکن یه زامنی وجود داره، فرض بکنید که میخوان حرکت پیچ آزاد باشه و حرکات حرکت پیچ رو هم ببینن. خب این زامن رو آزاد میکنن، موقعی که مدل داره حرکت میکنه، یعنی کرگیجی که اینجا هست رو دو تا ریل داره حرکت میکنه و این مدل رو داره میکشه، و وقتی که این آزاد هست حرکات پیچ رو داریم و میتونیم رفتار پیچ رو ببینیم. یا در اینجا در حالت عمودی اینجا یه پینی وجود داره که حرکت هیپ رو میبنده یا باز میکنه. اگه شما پین رو بردارید موقعی که این شناور داره حرکت میکنه در راستای این میله بالا پایین میشه و حرکات هیپ رو شما میتونید ملاحظه بکنید که به چه صورت هستش، و این دیتا ها به صورت اتوماتیک چی میشه ثبت میشه در کامپیوتری که در انتهای حوزچه کشش وجود داره. یا مثلا فرض بکنید در اینجا شما میخواد که حرکت یاو نداشته باشه، فقط به صورت به قول معروف مستقیم حرکت بکنه و چپ و راست نشه سر شناور. خب اینا میان در این انتهای یک میله وجود داره، اینو متصل میکنن و شناور رو حرکت میدن، دیگه حرکات یاو نخواهد داشت. ولی مثلا شما میدونید برای مواقعی که فصل تست مانور بخواد انجام بدید، یا اصلا در همین تستای دریامانی میخواد تغییرات یاو رو هم ببینید که به چه صورت تغییرات میکنه، شما مجبور هستید که این میله رو از اینجا جدا بکنید و این شناور بتونه حرکات یاو رو هم آزادانه انجام بده، ضمن اینکه این میله حول محور خودش هم میتونه بچرخه و اگر این نباشه میتونه حرکات یاو رو انجام بده. البته تنظیمات و نحوه بسته شدن مدل به بقول ما تکیگاه کرگیج در حالات خیلی مختلفی میتونه وجود داشته باشه، ولی این کلیتی هستش که میتونه به شما به قول معروف درجات آزادی که مد نظرتون هست رو در اختیارتون بگذاره. اما یکی از بحث‌های دیگه که حتما باید مد نظرتون باشه و دقت بکنید این هستش که یک شرایط فیزیکی حداقلی رو هم ما برای حوزچه کشش از ابعادی باید داشته باشیم. اینو باز در همون مبحث مربوط به تست مدل در درس هیدرودینامیک روی زمینه خیلی مفصل صحبت کردیم و در اون زمینه مطالبی گفتیم، اینجا تکرار نمی‌کنیم. فقط یکی از مباحثی که اینجا خیلی اهمیت داره با توجه به اینکه بحث امواج هم داریم صحبت می‌کنیم این هستش که مثلا موقعی که شما در آب آرام تست می‌کردید، مثل این شناوری که الان داره حرکت می‌کنه، این شناور موقعی که موج رو تولید می‌کنه این امواج همونطور که می‌بینید پخش میشن به سمت کناره‌ها. اگر که این عرض از یه حالتی کمتر باشه، یعنی دیواره‌ها خیلی چسبیده باشن به مدل، موقعی که این شناور داره حرکت می‌کنه این امواج میرن به دیواره‌ها می‌خورن برمیگردن دوباره به مدل، یا اینکه مدل خیلی طویل باشه، یا اینکه مدل سرعتش کم باشه، یا فاصله دیواره‌ها از بدن کم باشه، حالتی هستش که این اتفاق می‌افته و اینجا شما مدل رو مثلا دارید با سرعت کمی دارید حرکت میدید، این موجی که اینجا تولید شده، حالا این میگه برای آب ساکنه، موقعی که شما به قول معروف در شرایط دریامانی باشید خود حوضچه هم داره موج تولید میکنه، موج محیط هم میاد میخوره به بدنه و این موج با ارتفاع بلندتری میخوره به دیواره ها و برمیگرده. این خیلی از دیدگاه دریامانی برای ما اهمیت داره. برای اینکه بررسی بکنیم حداقل عرض حوضچه چقدر باید باشه که ما بتونیم مثلا یه موج با یه ارتفاع مشخص رو مثلا یا با یه طول موج مشخصی تست بکنیم، باید برگردیم به این نمودار. این نمودار رو ما قبلا در درس هیدرودینامیک برای شما توضیح دادیم، ولی یه بار دیگه حالا در اینجا میان و یه توضیحات خدمت شما میدیم. مثلا محور افقی ما چند تا پارامتر رو با هم دیگه در کنار هم تو مقیاس‌های مختلف اومده نشون داده. حالا یکی از این مقیاس‌ها نسبت عرض حوضچه هست به طول مدل، V به L. V عرض حوضچه هستش نه کشتی، عرض حوضچه هستش. L هم طول مدل کشتی ما هست. اینجا محور دیگه‌ای که نشون داده شده نسبت V بخش بر رادیکال L هستش، که میتونه یا به این صورت نشون بده یا اگه شما با عدد فرود راحت‌تر سر و کار دارید به صورت عدد فرود بی بخش بر رادیکال جی ال نشون بده، که اینا عدداش رو اینجا نوشته. یعنی در واقع این دوتا عاملی که اینجا هست در واقع هم پارامتر سرعت رو داره برای شما تبیین میکنه. این پارامتر اینجا که اینجا هست نسبت عرض به طول حوضچه هستش، نسبت عرض حوضچه به طول مدل هست، و این محور عمودی ما زاویه بتا هستش. این زاویه بتا رو اینجا به این صورت نشون داده. الان این حوضچه هستش و این کشتی هست، این کشتی الان داره به سمت چپ به این شکل حرکت میکنه، درسته؟ اینجا با توجه به نسبت طول مدل به عرض حوضچه یه بتایی تعریف شده، کاری بحث امواج نداریم. دقت بکنید الان زاویه بتا در اینجا از تشابه مثلث ها به دست اومده نه مباحث دینامیک. چرا؟ میخواد نسبت ابعادی رو به شما بگید. حالا الان اثرات موج رو هم با نسبت ال دبلیو به ال میاد وارد میکنه. پس بنابراین اینجا با توجه به اینکه الان ناگهان طول مدل L هست، L دوم، L دوم، عرضم بی دوم، بی دوم میشه بی عرض کامل، در اینجا یه زاویه بتایی تعریف میشه.
تانژانت بتا میشه ضلع مقابل می دوم، بخش بر مجاور میشه ال دوم. در اینجا بر این اساس یه زاویه بتا تعریف میشه که اینو بر حسب درجه اومده نشون بده. حالا شما از کجا باید بفهمید که وقتی که یه کشتی رو دارید تست میکنید با توجه به یک طول موجی اثرات تداخلی با دیوارها داریم یا نداریم؟ میگید در اینجا میاید اون مدلی که مد نظرتون هست طولش معلومه، عرض وسطتون هم که معلومه، بی معلومه، ال معلومه، نسبت بی به ال معلوم میشه. از اینجا میاد این خط آبی رنگ رو ترسیم میکنید، میاد بالا تا این نمودار رو که در اینجا نشانگر مینیمم زاویه بتا هستش بر اساس نسبت بی به ال میاد اینجا رو قطع میده. درسته؟ یعنی این نمودار رو میاد در این نقطه الان قطع میکنه. شما در اینجا یه خط افقی چیکار میکنید؟ ترسیم میکنید. این میشه خط آبی رنگی که اینجا دارید. خب حالا این از مشخصات حوزه شما. مشخصات موج شما الان کجا شده؟ این که فقط رفت الان رفتی به موج نداشته، یه نسبت ابعادی مدل بوده با حوزه بررسی شده. شما میاد میگید که ما بر اساس سرعتی که مد نظرمون هست، الان این سرعت v که اینجا هست، v بخش رادیکال l تعریف میشون، l هم مشخصه، از اینجا میای یه خط عمودی ترسیم میکنیم با توجه به اینکه طول موج به طول مدل به اصطلاح به چه صورت هست و چه نسبتی رو تشکیل میده، یکی از این نمودارها رو قطع میکنه. مثلا فرض بکنید که الان شما در اینجا نسبت طول موج به طول مدلتون برابر با چند هست؟ برابر با 14 هم. الان این خط قرمز رنگ که اومدید بالا این نمودار رو در نقطه 3 قطع میکنه. اگر این نقطه ای که نسبت ال دبلیو به ال رو قطع میکنه زیر این خط آبی رنگ باشه، در اینجا بدون اثر دیواره هست. یعنی شما میتونید این تست رو انجام بدید در این حوزه که عرضش ال هست، این کشتی رو که طولش عرضش بی هست، این کشتی رو که طولش ال هست رو تست بکنید با این سرعتی که الان اینجا اومدی لحاظ کردید. از این سرعت یعنی امتدادش به متر پایین، فرض کن به این نسبت وی بخش بر رادیکال ال یا به این نسبت فرود میشه، اینجا در این منحنی به قطع میکنه. اگر بیشتر مثلا در یک ال به دبلیو دیگه مد نظرتون باشه، مثلا در ال دبلیو به ال برابر با 18، این خط قرمز رنگ رو امتداد میدید، میاد اینو در اینجا قطع میکنه. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ میبینید که الان افتاده بالای نمودار آبی رنگ. در اینجا میبینید که اثر دیواره ها به وجود میاد، یعنی موج میخوره به دیواره و دوباره میخوره به مدل و کلا نتایج شما همش اشتباه میشه، همش غلط میشه. درسته؟ پس بنابراین شما این کار رو موظف هستید که انجام بدید، یعنی چک بکنید که آیا تداخل و برگشت موج از دیواره به کشتی اتفاق میفته یا خیر. اونجا دو تا پارامتر برای شما اهمیت داره، یکی نسبت به قول معروف سرعتی که اینجا مد نظر هست و یکی هم بحث موجی که اینجا هست و سومین عامل هم چی هست؟ همین نسبت ابعادی بین عرض و طول هست که در واقع آخر شما میخواد این رو بررسی بکنید که ببینید این محدود مناسبی هستش یا خیر. اینجا شما میبینید که نسبت طول موج به طول مدل هرچی بیشتر میشه وضعیت چی میشه؟ وخیمتر میشه. یعنی در همین سرعت ثابت، الان فرض بکنید که یه مشخص داریم، یه بخش رادیکال ال ثابته، اگر شما اینجا دیدید که نسبت ال دبلیو به ال اگه برابر با 14 هم باشه مشکلی به وجود نمیاد، نقطه رو اینجا قطع میکنه. ولی اگه شما نسبت طول موج به طول کشتی مثلا برابر 8 هم باشه، عدد که افزایش پیدا میکنه، میبینید که خود به خود میاد بالای نمودار و وجود اثر دیواره ها رو شما خواهید داشت. این هم تصور فیزیکیش هم به قول معروف ممکن هست و راحت دیگه. شما موقعی که نسبت طول موجتون که بیشتر میشه، طول موج ازش چی به دست میومد؟ ازش سرعت موج به دست میومد. موقعی طول موج بیشتر باشه یعنی سرعت رفتش و سرعت برگشت موج بیشتر هستش و توقع فیزیکی و تصور فیزیکی شما هم همینو میگه که هرچی نسبت طول موج بیشتر باشه احتمال وجود اثر تداخل باید بیشتر باشه که همینطور هم هستش. در اینجا دقت بکنید یک توضیح خیلی جالبی اومده داده در ارتباط با اثر دیواره ها. نکنید شما اینجا یک عرض مشخص از دیواره ها رو دارید، یعنی حوزه شما ابعادش مشخصه و شما اینجا یک کشتی رو دارید با یه سرعت مشخص حرکت میدید، یه سرعت بحرانی براش تعریف میشه که اگر که این کشتی شما با سرعتی کمتر از این سرعت بحرانی حرکت بکنه، یه سرعت بحرانی با توجه به عمق ما داشتیم یه بخش بر رادیکال جی اچ بود، اون برای آب عمیق و کم عمق داستانش هم جداست، ولی ما اینجا داریم بحث عرضی رو داریم مطرح میکنیم، بحث تداخلات عرضی هستش. در اینجا سرعت از یه سرعت بحرانی اگر کمتر باشه بدتره، در آب عمیق و کم عمق میگفت آب کم عمق سرعت اگر یه سرعت بحرانی بیشتر باشه به قول معروف نامساعد و نامطلوب هست،
ولی در اینجا تو اثر به اصطلاح دیواره ها میگیم اگر یه سرعت بحرانی کمتر باشه بدتره. چرا؟ نکنید الان اینجا نگاه بکنیم سرعت اگه یو کریتیکال که الان اینجا تعریف میکنیم کمتره، از یه سرعت بحرانی کمتره، چه اتفاقی میفته؟ الان در قسمت سینه موج تولید میشه میره مخوره به دیواره ها و برمیگرده به اینجا، یعنی قبل از اینکه کشتی از این محدوده دور بشه این موج میره میخوره به دیواره و برمیگرده، که اینجا مثلا شما اثر به قول معروف اثر دیواره ها رو دارید، یعنی هرچی که فاصله و عرض حوزه بیشتر باشه این زمان بیشتر خواهد بود و کشتی شانس بیشتری داره که از محدوده اثر برگشت موج فاصله بگیره، چون عملا در دریا که شما دارید حرکت میکنید که دیواره وجود نداره که موج بره بخوره و برگرده، که پس بنابراین اگر شما اثر برگشت موج داشته باشید کل نتایج تستتون به قول معروف دیگه به درد نخواهد خورد و نتایجش اشتباه خواهد بود. اما اگر که حالتی اتفاق بیفته که سرعت مدل شما از سرعت بحرانی بیشتر باشه، چه اتفاقی میفته؟ این موج از اینجا تولید میشه میره میخوره به دیواره و برمیگرده، ولی موقعی که برمیگرده دیگه مدل اینجا نیستش، مدل کلی فاصله گرفته و دیگه این موجها به بدنت به برخوردی نخواهند داشت. این حالت حالت مناسبی هست، یعنی شما در این ناحیه رو که نگاه میکنی اثر موج برگشتی رو نمیبینی، ولی در اینجا این خطوط خطچین رو ببینید، رفلکت بگز رو نوشته اینجا، موجهای برگشتی رو در اینجا میبینید که وجود داره. حالا این سرعت بحرانی رو چگونه تعریف میکنیم؟ میگیم ما سرعت در راستای افقی باید یه طوری باشد که این موج موقعی که میرود و برمیگرده گفتیم به بدن نخوره. یعنی مبنای سرعت رو چی تعریف میکنیم؟ طول مدل، چون اگه طول مدل رد بکنه دیگه برامون مناسبه دیگه، یعنی حتی اگر این موج برگشتی که اینجا اومده برگشته اگه بیاد به انتهای شناورم تقریبا این هولوش بخوره باز هم مناسبه دیگه، به کشتی برخورد نکرده، کشتی رد شده از موج برگشتی. پس بنابراین طولی که مبنا بر هست برای ما ال ام هست، طول مدل هست بخش بر تی دبلیو. تی دبلیو چیه؟ مثلا شما سرعت هست ایکس بخش بر تی دیگه، ایکس ما الان اینجا ال ام هست، این تی دبلیو که اینجا نوشته شده زمانی هستش که به قول معروف موج میره بخوره به بدنه و برگرده. خب در اینجا موقعی که موج نیم عرض رو میره و نیم عرض رو برمیگرده، در واقع شما مثل این هستش که سرعت موج داره یه عرض حوزه رو داره حرکت میکنه. حالا موج با چه سرعتی حرکت میکنه؟ سرعت گروهی موج هست جی بخش بر دو اومگای ای. در اینجا دقت بکنید که شما اگر که بیاید بی رو بخش بر سی سرعت سی جی سرعت گروهی بکنید همین تی دبلیو به دست میاد، یعنی زمانی که اینجا مد نظر شما هستش که موج میره به حوزه میخوره و برمیگرده. پس بنابراین بی مسافتی که طی میشه بخش بر سرعت که اینجا سی جی میشه میشه دی. خب اینجا سی جی تو مخرج هست میره در صورت ال ام از در سی جی بخش بر بی میشه فرمولی که اینجا شما دارید میبینید. از این فرمول شما میتونید سرعت بحرانی رو محاسبه بکنید و ببینید که الان در این شرایط با توجه به شرایطی که الان به قول معروف ابعاد حوزه و سرعت داره اثر تداخل اتفاق میفته یا نه، یا این محاسبه رو میکنید یا از نموداری که اینجا گفتم حساب میکنید. اینجا اگر که شما سرعت رو یه حدی پایین در باشه خود به خود در ناحیه زیر این منطقه میفته و شما دارای اثر تداخلات خواهید بود. اما بحث دیگه که اینجا اهمیت داره یادآوری بشه این هستش که علت انجام تست دریامانی در حوزه‌های مربعی رو شما الان اینجا دارید دقیقاً می‌بینید، یعنی شما موقعی که نگاه می‌کنید که الان شما خب یه موجی توسط خود بدنه تولید میشه مثل چیزی که اینجا می‌بینید، یه موجی هم اگه حوزه خودش بسازه این موج اثرش بر برآیند موجی خواهد بودش که با سرعت بیشتری به دیواره‌ها می‌خوره و برمیگرده و در شرایط بحرانی میتونه شرایط برای شما بدتر بکنه، یعنی شما اینجا هرچی طول موجهاتون بیشتر باشه در واقع سرعت بیشتر خواهد بود و این یک پارامتر نامطلوب است برای شما. پس بنابراین اگه شما یک حوزچه مثل حوزچه‌های هیدرواستاتیک داشته باشید، حوزچه‌های برای تست مقاومت داشته باشید، در اونجا عرض کم بود، عرض خیلی زیاد نیستش و بنابراین در اونجاها شما به خصوص در شرایطی که مثلا سرعت هم کم باشه اثر برخورد موج به دیواره و برگشتش حتما داره، یعنی عملا در اونجا تست های دریامانی رو خیلی خیلی با مشکل خواهید کرد. همچنین حتی در ارتباط با همین مبحث که داریم میگیم برای تست مقاومت هم هست، یعنی شما موقعی که تولید موج حوزه هم ندارید همین موج عادی که میخوره به دیواره و برگرده اثرات مقاومت شما رو به هم میریزه و نتایج شما نادرست خواهد، ولی در هر صورت اثر
عرض حوضچه در عرض به خدمت شما که تستای دریامونی اهمیت خاص‌تر و ویژه‌تری داره. پس بنابراین مثل چیزی که الانجا دارید میبینید، میان از حوضچه های مربعی شکلی استفاده میکنن که هم بتونن به قول معروف امواج خود امواج رو به صورت اوریب تولید بکنن و احتمال برخورد این امواج با بدنه مدل و به قول معروف برخوردش با دیواره ها به حداقل ممکن برسه. این اون عاملی هستش که ما در حوضچه های به قول معروف دریامانی میبینیم که شکل و شمایلش تقریبا مربعی در میاد. این هم از این به بعد بدونید که چرا حوضچه هایی رو که برای مقاومت در نظر میگیرن تقریبا کم عرض و کشیده و طولانی هستش، اما در حوضچه های دوستاتیک ما ابعاد مربعی شکلی رو داریم. اما مبحث بعدی که در آزمایشگاه ها خیلی از اهمیت هست خود تولید موج هست. میخوایم تولید موج خودش یک بحث تخصصیه و در مورد اجهزاتی که میخواد خب بحث اصلا جداگونه ای داره و ما اینجا بهش نمیخوام بپردازیم. اما بحثی که هست این هستش که ما به عنوان نیوار آرشیتکت باید این رو بدونیم که ما در حوضچه ها نیاز به امواجی داریم با مشخصات مختلف. در بحث امواج منظم دو تا پارامتر اصلی رو داریم و در امواج نامنظم که شما میخواد تیپ رو ایجاد بکنید یه مقدار بحث پیچیده تر خواهد بود. ولی شما کلا عامل کلیدی که خب باش سر و کار دارید این هست که شما بتونید مشخصات موج رو مطابق با اون چیزی که مد نظرتون هست تولید بکنید. مقیاس موج، ابعاد موج، نسبت طول موج، ارتفاع موج به همون نسبت لاندا هستش و از همون چیکار میکنه تبعیت میکنه. یعنی شما فرض بکنید که موج طول کشتی رو به نسبت یک صدم داری در میارید، طبیعیه که مثلا طول موج رو هم اگه طول موج دریا اگه مثلا 100 متر اینجا میشه 1 متر. یعنی از همون نسبت لاندایی که برای نسبت‌های ابعادی مدل استفاده کردید در اینجا برای ابعاد خود موج هم ازش میتونید چیکار کنید استفاده بکنید. برای موج نامنظم هم که بدیهی که با همین نسبت برقراره. اما در ارتباط با موج منظم ما دو تا عامل مستقل اصلی رو گفتیم که داریم. یعنی ما که شما میخواد یک در یک حوضچه بیاید موج رو تولید بکنید، یکی از این پارامترها طول موج هست که از طول موج ما دوره تناوب رو به دست میاریم. یعنی دوره تناوب و طول موج به هم وابستن. این به چه صورت هست؟ برابر با دوره تناوب حرکت سیستم موج ساز. یعنی شما موقعی که سیستم موج ساز شما فرض کنید که داره در این انتهای حوضچه داره موج تولید میکنه، فرض بکنید که موجساز گوهی هستش، هر بار که اون موجساز بالا پایین میشه یک موج رو داره تولید میکنه و اینجا دوره تناوب موجهای رو که اینجا تولید میشه برابر هست با همون زمان بالا پایین رفتن سیستم موجساز شما. اما بحثی که یک مقدار پیچیده تر هست چی هست؟ بحث ارتفاع موج هست. ارتفاع موج خب نصفش میشه دامنه موج. در این شرایط چیا هستن؟ دو تا پارامتر گفتیم مستقل از همن. یعنی یه شرایطی شاید تصور فیزیکی این باشه که خب طول موج با ارتفاع موج وابستن دیگه. یعنی شما مثلا یه طول یک متری از موج داشته باشید یه عددی داره میشه ارتفاع موج، در صورتی که اینطوری نیستش. شما ممکنه یه طول موج یک متری داشته باشید که معادلش 10 تا ارتفاع موج مختلف رو بشه ایجاد کرد. پس بنابراین ارتفاع موج وابسته به چی میشه؟ وابسته به دامنه حرکت که به چه صورت تا چه حد بالا پایین بره و شکل مقطع سیستم موجساز شما. یعنی اگر حال در ادامه توضیح میدم مثلا یه سطح شیبدار دارید این چه دامنه ای بره و برگرده، یا اگه سیستم گوبه ای رو دارید مقطع گوبه چه زاویه رو داشته باشه و هرچی این زاویه بیشتر باشه آب بیشتری جابجا میکنه و ارتفاع امواج بیشتری به شما میده و حالا اینو در ادامه رو شکل ها توضیح میدم. پس بنابراین روی امواج منظم هم ما این دو تا پارامتر اصلی رو خواهیم داشت. اما در ارتباط با انواع موج ساز ها ما سه تا موج ساز مختلف رو خواهیم داشت. اینجا به عنوان موج ساز های اصلیت روش های دیگه هم هستش که در ادامه اشاره بهش میکنم. یکی از اینها سیستم موج ساز لولایی هستش. همینطور که در اینجا میبینید در یه طرف حوضچه یک صفحه ای رو به این صورت حول یک محور لولا شده و نوسان میکنه. این برای ما چی ایجاد میکنه؟ برای ما موج ایجاد میکنه. در این شرایط دقت بکنید دامنه یعنی در واقع پریود امواجی که اینجا وجود داره وابسته به چیه؟ پریود رفت و برگشت این صفحه. یعنی اگر رفت و برگشت این صفحه مثلا 8 ثانیه طول بکشه اینجا پریود امواج ما هم 8 ثانیه خواهد بود، درست؟ یعنی غیر از این نخواهد، چون پشت بندش داره یه موج دیگه تولید میشه و قانون پیوستگی رعایت میشه، اینها همینطور پشت سر هم تولید میشن و منتشر میشن، لذا پریود این صفحه هم پریود امواج خواهد. اما این ارتفاع امواج به چه صورت هست؟ یه موقع هست که شما اینجا
تعریف میکنید که این خود صفحه‌ای که اینجا هست تا چند درجه برود و برگرده، درسته؟ یعنی همین زاویه مثلا شما بگید که مثبت منفی مثلا 15 درجه بره برگرده. خب این مثبت منفی 15 درجه رو در زمانهای مختلف میتونه بره، میتونه آهسته تر بره، میتونه تندتر بره. پس دو تا پارامتر مستقل از هم هستن، درست شد در اینجا؟ یکی زمان هست که تعریف میکنه که این با چه آهسته بره یا تند بره و برگرده، یکی که تا کجا بره و برگرده. بدیهیه که هرچی این زاویه بیشتر باشه، مثلا به جای 15 درجه مثلا 35 درجه بره برگرده، مشخص آب بیشتری داره جا به جا میکنه. خب این آب بیشتر کجا میره؟ قله و قعر موج میشه دیگه. یعنی شما حجم بیشتری از آبی داره جا به جا میکنه، خودش رو در دامنه موج و ارتفاع موج داره نشون میده. و اون بحث زمان هم که جدا هستش، میشه پریود موج، پریود موج هم که همون طول موج هستش. این شد از من میخوام تو ذهن شما جا بیفته که چرا ما میگیم که بحث طول موج و دوره تناوب یه پارامتر مستقلی هم برای خودشون، این بحث ارتفاعی پارامتر مستقل دیگه است. یعنی دو تا پارامتر مستقل از هم ما اینجا داریم. اما در سیستم پیستونی نخواهد اینجا حالا مشخصات موجسازی که موجی تولید میکنه به چه صورت هست؟ در اینجا چون در اینجا لولا شده، سرعت ذرات سیال رو نگاه بکنید، در اینجا موجی به کف میرسید تقریبا صفر هست. در این شرایط شما میتونید شرایط موج آب عمیق رو مدل سازی بکنید، چون در آب عمیق موقعی که شما در عمق‌های بیشتر که میرید دامنه نوسانات ذرات سیال تقریبا صفر میشه دیگه، مثل حالت آب عمیق که در اینجا چیزی وجود نداره. یعنی موقعی که ذرات سیال اینجا دامنه‌اش رو با دایره‌های مختلفشون داده در اینجا نزدیک به صفر باشه، یعنی اثرات امواج به اینجا نمیرسه، شبیه آب عمیق میشه. اما یک موجساز دیگه‌ای داریم به نام موجساز پیستونی هستش. در اینجا یک صفحه‌ای رو مثل یک پیستونی که داخل سیلند رفت و برگشت میکنه به صورت حرکت عقب جلو رو خواهد داشت. خب اینجا الان باز دوباره پریود نوسانات این هم پریود موج خواهد بود. ارتفاع موج وابسته میشه به اینکه این چه طولی رو برود و چه طولی رو برگرده. هر چه طولی رو که میره و برمیگرده توی زمان مشخص، مثلا فرض کنید در زمان فرض کنید 10 ثانیه، در این 10 ثانیه این صفحه میتونه مثلا فرض کنید که 5 سانتی متر بره جلو و 5 سانتی متر برگرده عقب، میتونه نیم متر بره جلو و نیم متر برگرده عقب در همون 10 ثانیه. پس دو تا پارامتر مستقل از هم میشه، یکی تعریف کننده پریود موج میشه، یکی تعریف کننده ارتفاع موج. چرا؟ چون فاصله هر چی بیشتر جابجا میشه، در واقع ارتفاع موج آب بیشتری جمع میشه و در واقع دامنه و در میشه ارتفاع موج بیشتر خواهد شد. این تصور فیزیکیش هم راحت هست. اما بحث بعدی که باهاش سر و کار داریم به چه صورت هست؟ موج ساز گوه‌ای هستش. یه گوه به این شکل وجود داره که مقطعش به این شکل هست و این به صورت عمودی چی میشه؟ به صورت عمودی بالا پایین میشه و این موقعی که بالا پایین میشه متناسب با این یک موج به این صورت در راستای x تولید میشه. در اینجا باز دوباره پریود بالا پایین رفتن این گوه هم پریود موج خواهد بود. اما اینکه ارتفاع این موجی که اینجا هست وابسته به چی میشه؟ وابسته میشه به اینکه به قول معروف یکی از پارامتر کلیدیش این میشه که خود این گوه که اینجا هست این زاویه اینجا به چه صورته. مثل این زاویه حالت موجساز لولایی میشه، هرچی این زاویه گوه کمتر باشه موجهای با ارتفاع کمتری تولید میکنه. هرچی این گوهی که اینجا هست زاویه اینجا که داریم بیشتر باشه، موقعی که یه بار رفت و برگشت میکنه آب بیشتری رو جابجا میکنه و در نتیجه این قسمتی که الان شما به صورت مشکی رنگ نشون داده حجم آبی هستش که توسط این گوه داره جابجا میشه. این زاویه که اینجا داریم متناسب، یعنی وابسته میشه، یعنی روز میخوام یه بار دیگه بگم این دامنه موجی که اینجا داریم وابسته میشه به زاویه این مخروطی که اینجا داریم. هر چی این زاویه بیشتر باشه آب بیشتری داره جابجا میشه، ارتفاع این موج و دامنه این موج بیشتر خواهد شد. حالا در ارتباط با اینکه این امواجی که تولید میشه امواج آب عمیق هستن یا آب کم عمق هستن، باز اینجا میبینید که توضیحاتی که دادیم رو یه بار دیگه روش تاکید میکنیم. ما که شما یک موجسازی مثل موجساز لولایی داشته باشید، همینطور که در این شکل در این مقطع طولی نشون داده شده، اینجا نزدیک به کف دیگه ما سرعتی رو روی ذرات سیال نخواهیم داشت. این شبیه آب عمیق هستش که گفتم خدمتتون. یعنی شما وقتی میخواید موجساز آب عمیق رو انجام بدید، این موجساز لولایی یک عامل مطلوب هست. اما در شرایطی که شما بخواید که مثلا شرایط موج در کانال‌ها و آب‌های کم‌عمق رو بخواید بررسی بکنید، خب در اینجا شما مجبور هستید از موج‌ساز لولایی استفاده بکنید. در موج‌ساز لولایی شما اینجا موقعی که این صفحه به صورت افقی جابجا میشه،
اون قسمتی که نزدیک به کپ هست اونجا رو همینطوری که دقت میکنید در اینجا ذرات سیال یه حرکتی نزدیک به کپ هم خواهند داشت که این عین تعریف آب کم عمق هست. در آب کم عمق ذرات سیال، سرعت ذرات سیال همچنین دارن مسیری رو طی میکنن، یه مسیر بیضی رو طی میکنن حتی در نزدیک کپ. یعنی شما اینجا سرعت افقی در نزدیک کپ خواهید داشت در آب کم عمق، و اینجا مسیر ذرات هم به جای اینکه دایره ای باشه مسیر ذرات بیضی شکل هستش، که در این شکل هم الان به این صورت شما دارید میبینید که این مسیر بیضی شکل ها به چه صورت هستش. اما یه حالت ترکیبی هم میتونه وجود داشته باشه که هم به قول معروف این صفحه که اینجا داریم هم به صورت لولایی حرکت میکنه و هم یک جابجایی عرضی رو به این شکل خواهد داشت. این در واقع ترکیبی از این موجساز و این موجساز لولایی هست. یعنی موجساز لولایی و پیستونی که با هم ترکیب بکنید میشه این موجسازی که الان ما اینجا داریم. در واقع در اینجا شما هم میتونید مطمئن باشید، یعنی حوضچه میتونید شرایط آب عمیق رو مدل سازی بکنید، هم شرایط آب کم عمق رو یک مقدار قابلیت های شما افزایش بیشتری خواهد داشت. اما غیر از این مواردی که به اصطلاح گفته شد شرایط دیگه و موارد دیگه ای هم داریم، مثل موجساز پنوماتیکی هستش که در اینجا حجمی از سیال که داره جابجا میشه وابسته است به اون فشار آبی، فشار هوایی که داره در این محفظه و در این سیلندری که اینجا داریم قرار میگیره. یعنی با توجه به حجم هوا و فشار هوا جابجایی سیال متفاوت خواهد بود، در نتیجه ارتفاع و در واقع ارتفاع یا دامنه موج متفاوت میشه، و با توجه به سیکلی که داره دمش و خروج انجام میشه در واقع با توجه به اون پریود موج هم تشکیل میشه. این این حالت دیگه که ازش صحبت کردیم. حالا با توجه به اینکه شما در حوزه‌تون چه نیازهایی رو دارید و چه حد از امکانات و تستای مد نظرتون هست، میتونید انتخاب بکنید که کدوم یکی از این حالت‌های موج‌سازها برای شما مطلوب هستش. و یکی از مبانی مهم تئوری ایجاد امواج در حوزه کشش همین تئوری گالوین هستش که در سال 1964 ارائه شده. این تئوری میگه مقدار آب جابجا شده توسط موج‌ساز باید برابر با حجم آب زیر قله موج نسبت به خط ثابت باشه. یعنی شما اگر که در هر سیکلی حجم آبی داره جابجا میشه، این حجم آب باید برابر باشه با این قسمت مشکی رنگی که در اینجا نشون داده شده. خب آب موقعی که میاد در اینجا بالا میاد، این آب با سیال پیوسته است و داره حرکت میکنه دیگه. نتیجه این هستش که در قسمت مجاور این شما قعر موج دارید، همینطور قله موج، و قعر موج همینطور تکرار میشه تا جلو حرکت میکنه. یعنی این مسیر و این فرآیند مدام خواهد بود و قانون پیوستگی خب بدیهیه که نقض نمیشه دیگه. یه سیالی از یه جا کم میشه به یه جای دیگه چی شده؟ اضافه شده، و در واقع این قله و قعر موج تشکیل میشه و تشکیل یک موج، یه سیک موج کامل رو برای شما میده. پس مبنا همین مبنای گالوین هست که حالا دیگه این قانون رو برای همه اینها هم صادقه و فرقی نمیکنه. پریود موج وابسته به پریود اینها است، دامنه یا ارتفاع موج وابسته به سیالی که اینا دارن جابجا میکنن، که طبق قانون گالوین میشه همین حجم سیالی که در از قسمت تراز آب به قسمت بالا خواهید داشت. حالا با توجه به این اصلی که اینجا الان بیان کردیم، دیگه با توجه به اینکه طراحی موج‌سازو میخوام انجام بدن چه مشخصاتی داشته باشه، با توجه به این تئوری گالوین که خدمت شما گفتم میان و طراحی میکنن. برای موج‌ساز پیستونی این محاسبات انجام شده که حالا کسانی که علاقمند هستن خودشون مرور میکنن. برای سیستم لولایی به این شکل، پیستونی به این شکل، و نمودارهای هم ارائه شده با توجه به نوعی که به قول ما پیستونی هست یا لولایی هست. و اینا رو من از همین کتاب از خدمت شما که امواج دریای آقای دکتر سیف خدمت شما ارائه کردم، یک مثالی رو هم در اینجا اومده، و برای حالا درک بهتر موضوع میتونید از اینها هم چیکار کنید استفاده کنید، چون مستقیما به بحث ما ارتباطی نداره، یه بحث جانبی محسوب میشه، من خیلی بهش نمیپردازم. کلا حالا کتابهایی که آقای دکتر سیف ارائه کردن خیلی در این زمینه تئوری امواج و که موضوع همین کتاب امواج دریا هست و کتاب دینامیک متحرکای دریایی، دو تا کتاب ارزشمندی هستن که طرف ایشون تعلیق شده و کارهای ما خیلی کارایی داشته تا الان. خب اما میرسیم به بحث چند دقیقه تأمل این هفته. ناگهان ما قبلا خدمت شما یه صحبتی کردیم، گفتیم واقعا در کشورهای پیشرفته دنیا توسعه شون رو دریا محور قرار دادن و در کنار دریاها تأسیسات صنعتی بزرگی، شهرهای بزرگی و امکانات بزرگی رو متمرکز کردن و اقتصادشون رو بر مبنای مجاورت با دریا قرار دادن. ولی متاسفانه
در کشور ما هنوز این معلوم نشده و بزرگان کشور با خودشون کنار نیومدن که بالاخره دریا تهدید است یا فرصت. در شعارها، برنامه‌های تلویزیونی و سمینارهایی که میاد همه میگن آقا توسعه دریا محور، دریا محور، دریا فرصت است و چنین است و چنان، ولی عملا نگاه میکنی با نقشه ها و با دیتاهایی که وجود داره متوجه میشیم که اینها همش یک شعاره و منبع تفکر حراس از دریا که شاید بیشتر از 150 سال 200 سال در کشور ما حاکم بوده، یک تفکر استعمار زده است، یک تفکری که همیشه خواسته کشورهای مثل ما که کشورهای دریایی هستیم، تقریبا 2000 کیلومتر مرز در جنوب داریم و 1000 کیلومتر مرز در شمال، 3000 کیلومتر ما مرز آبی داریم، ولی با این حال میبینید که ما در قسمت جنوب به خصوص که به آبهای اقیانوسی در تماس هستیم تمرکز جمعیتمون بسیار بسیار پایین هست و چقدر وضعیت فاجعه باری هست. الان این نقشه توزیع جمعیتی در ایران هست، میبینید که ما بیشترین جمعیت رو در مناطق مرکزی و غربی کشور داریم و در مناطق جنوبی ما که مجاورت با دریا داریم تقریبا میبینید که انگار مثلا خالی از سکنه هست و واقعا وضعیت بسیار بسیار اسفناکه که به خصوص در سواحل مکران که اینجا شما دارید میبینید، در اینجا که ما مستقیما به دریای عمان و اقیانوس هند میتونیم دسترسی داشته باشیم تقریبا سواحل ما خالی از سکنه هست. حالا بخوایم تمرکز جمعیت رو انجام بدیم چگونه میتونیم این کارو انجام بدیم؟ خب در اینجا شاید قبلا من شما گفتم خیلی از صنایع هستش که با توجه به دوری از مرکز کشور تمرکزش در اینجا و معلوم به صرفه نیستش، مثلا یه شعبه از خودروسازی رو هیچ موقع نمیتونن بیان در این سواحل مستقر بکنن با توجه به اینکه آب و هوای مناطق یک مقدار گرم هست و شرجی هست و اینها، هفت صنعتی رو نمیشه آورد و هزینه‌های جابجاییش تو مرکزیت کشور زیاده. به نظر میاد یکی از بهترین گزینه‌هایی که برای تمرکز جمعیت در مناطق ساحلی ما وجود داره همین صنایع دریایی، صنایع کشتی سازی، صنایع فراساحل و اینها، مجموعه ای از صنایع جانبی رو در کنار خودشون در اینجا ایجاد خواهند کرد. اتفاقا تمرکز صنایع دریایی در جایی غیر از کنار سواحل اصلا امکان پذیر نیست و اگر هم در جای دیگه امکانش باشه خیلی مقرونه به صرفه نیست. مثلا ما بعضی از کارخونجات مثلا کارخونه ساخت شناور رو در کرمان مثلا داریم، در همدان داریم، ولی جابجایی شناور به کنار آب خودش هزینه زیادی رو میخواد که اینها خیلی ایجاد میکنه که اکثرا صنایع دریایی بیان در کنار آب متمرکز بشن و اینها یواش یواش با توجه به تاکیدات رهبری کشور به تمرکز جمعیت و توجه به سواحل مکران، تازه مسئولین رو داره به هوش میاره که یک مقدار به این سواحل و به این قسمت ها توجه داشته باشن. واقعا احتمال جدایی این بخش های از سرزمین کشور ما در آینده زیاده اگر ما نتونیم تمرکز جمعیت خوبی رو در اینجا داشته باشیم. الان به الحمدلله با توجه به حکومت مرکزی قوی که داریم و در کل کشور مسلط هست فعلا این احتمالات وجود نداره، ولی اگر که یک زمانی حکومت مرکزی ایران تضعیف بشه با توجه به اختلافات قومی که در بعضی از قسمت‌ها داریم به خصوص در همین سواحل مکران که اینجا داریم و بعضی از تفرقه افغانی‌های شیعه و سنی که اینجا وجود داره و تمرکز جمعیت روی مذهب خاص توی مناطق، این زن رو خیلی بالا برده که در آینده ممکن برنامه‌ریزی کشورهای سلطه‌گر و غربی بر این باشه که در آینده این قسمت رو جدا بکنن. عملا ایران در یک دریای بسته گرفتار خواهد شد. پس بنابراین اینها الان یک مقداری مسئولین سیاسی کشور فهمیدن که مجبور هستن، نه اینکه حالا خیلی از علاقه باشن، مجبور هستن که برای اینکه این احتمال رو به صفر برسونن یا کمترش بکنن جمعیت رو در این مناطق افزایش بدن با توجه به درگیری ها و ناامنی هایی که در این چند سال اخیر میبینیم که در منطقه سیستان و بلوچستان و این اطراف ما داشتیم. به این فکر افتادن که خب این چرا اینقدر در این مناطق از کشور ناامنیه، واقعا این حد از ناامنی قابل مقایسه با بقیه مناطق ایران نیستش، دیدن واقعا برای افزایش امنیت چون در جایی که خالی از سکنه باشه خود به خود اشرار و به قول من افرادی که مقاصد سویی دارن و قاچاقچی‌ها بگیر یا تروریست ها و مواردی که در این مناطق جولان خواهند داشت، ولی در جایی که جمعیت متمرکز باشه خود به خود از سلطه اینها خارج خواهد شد و اتفاقا کار اطلاعاتی و تمرکز اطلاعاتی بر این مناطق هم بیشتر خواهد شد. پس بنابراین مجموع اینها باعث شده که یک مقداری کشور به این سمت بره که جمعیت رو در اینجا متمرکز کنه. یکی از کارهای دیگه که میتونن بکنن این هستش که خدمات ساحلی و بندری رو افزایش بدن که الحمدلله در این چند سال به طور پیوسته هر ماه شما دارید خبرهایی رو از توسعه بندر چابهار که در این مناطق هستش
شما دارید میشنوید که خود توسعه خدمات بندری، حالا کار صنعتی محسوب نمیشه، ولی خود این خدمات دریایی و جابجایی کالا میتونه ده ها هزار شغل رو در این مناطق باعث بشه. و باز هم گفتم شما موقعی که نقشه کشور رو نگاه میکنید، الان این باز نقشه راه آهن کشور هست، شما نگاه میکنید میبینید که انگار این سواحل جنوبی ما، انگار این 2000 کیلومتر اصلا جزء کشور ایران نیست. شما این خطوط رو میبینید، چون همینطور که گفتم رم، یعنی شما میگن که میخوای نگاه بکنی کشوری کجاها تمرکز جمعیت هست، کجا بهش توجه هست، کجاها میتونه مرکز درآمد و توجه باشه، نگاه کنید ببینید که توسعه راه ها به کدوم سمته. شما نگاه میکنید ببینید که تمرکز راه های کشور در قسمت میانی و شمالی کشوره. شما موقعی که به سمت جنوب حرکت میکنید توسعه راه ها خیلی کمتر میشه، به خصوص راه آهن، و اصلا شما در سواحل جنوب، در امتداد سواحل جنوب یک خط راه آهن رو هم نمیبینید. در برنامه های چند سالشون در حول و حوش خلیج فارس دارن، ولی متاسفانه من توسعه 30 سالشون رو که دیدم و نقشه‌شون رو خدمت شما نشون دادم، در اینجا در سواحل مکران باز ما هیچ خط راه آهنی نخواهیم داشت. این نشون میده که واقعا هنوز تفکر مسئولین کشور ما از دریا هست، یعنی فرار از دریا هست به جای اینکه به سمت دریا باشه. ما به شعارها کاری نداریم، واقعیت رو نگاه میکنیم. و این باعث شده نگاه کنیم که شما در خیلی از کشورهای دنیا که سواحلشون رو سانت به سانت استفاده میکنن، زیباترین و بلندترین برج‌ها رو در کنار سواحلشون دارن و بلند پروازانه ترین طرح‌های دریایی رو اجرا میکنن و درآمد ایجاد میکنن، چون علاوه بر بحث خدمات دریایی و صنایع دریایی، بحث توریسم دریایی هم یکی از محل‌های درآمدی میتونه باشه که جمعیت رو به سمت سواحل بیاد و متمرکز بکنه. متاسفانه چون توجه نبوده، الان شما نگاه بکنید این یک کشور مینیاتوری کوچیک مثل دبی هست، شما نگاه میکنید این که چه طرح‌های عظیم دریایی رو دارن ایجاد میکنن. از اون طرف شما بندر عباس رو نگاه میکنید، هیچ ساختمون بالای 50 طبقه، اینو من طبق اسناد و آمار دارم به شما میگم، در کل 2000 کیلومتر سواحلی که ما در جنوب کشور داریم یک ساختمون بالای 50 متر وجود ندارد. در صورتی که شما در کشورهای همین عرب اطراف ما نگاه میکنید، نگاه میکنید ببینید که برج‌های چند صد متری، 500 متری، 400 متری و برج 800 متری میان و میسازن و اینها خودش براشون یک درآمدهای عظیم توریستی رو ایجاد میکنه و میلیارد دلار اینها درآمد دارن. و ما متاسفانه موقعی شما در شهر بندرعباس که قدم میذارید، میبینید که واقعا یک شهر، اصلا موقعی وارد این شهر میشید متوجه میشید در شهر دست سوم و چهارم در ایران هست، با توجه میگه تازه بندرعباس شیکترین شهر خط ساحلی جنوب هست، ولی وضعیتش به این صورت هست. همین بندرعباس رو شما نگاه میکنید میبینید بین دریا و کوه گنو احاطه شده و یک شهر خیلی کم عرض هست، در عوض طول زیادی داره، چون عرض کمی داره ناچار یه چیز حلوش فکر میکنم 15-16 کیلومتر طول این شهر هست. خب این اتفاقا دقیقا اقتضا میکنه و توجیه میکنه که ما بخوایم در این محدوده کم عرض بتونیم برج‌های بلند مرتبه رو بسازیم، هم کاربردهای مسکونی داشته باشه، هم خدماتی داشته باشه، هم توریستی و برای مثلا طبقات فوقانی برای استقرار هتل و اینها باشه. خود این بحث‌های توریستی میتونه بیشترین اشتغال آفرینی و بیشترین تمرکز جمعیت رو در شهرهای جنوبی ما باعث بشه. ولی متاسفانه نگاه کنید، ما این کشورهای مینیاتوری رو میبینیم، آرزو و حسرت شده برای ما که بریم تو کویت، بریم در امارات، بریم در قطر و شهرهاشون رو نگاه کنیم، برج‌هاشون رو نگاه کنیم. چرا واقعا کشوری مثل ما که این همه درآمد نفت و گاز داره، علی خاطری من جلسه قبل خدمتتون یه بار گفتم که ما مشکل ما درآمد نیست، پول نیست، هم درآمد هست هم پول هست، هم مهندسش هست، هم همه چیز موجوده، ولی فکرها کوچیکه. ما که شما فکرهای کوچیکی داشته باشید، دلهای ترسانی داشته باشید، عقل نمیرسه، فکر نمیرسه که حداقل این همه درآمد نفت و گاز هست، یک دولت بیاد از یه شرکت خصوصی حمایت بکنه و حمایت‌های خاصش رو انجام بده، حداقل برای نمونه یه دونه برج مثلا فرض 300-400 متری بیاد در این سواحل ما احداث بشه که ما مثلا دلمون خوش باشه که در قبال ده‌ها و صدها برجی که در برج‌های مجللی که واقعا در کشورهای مینیاتوری خلیج فارس موجود هست، حداقل ما ایران با این همه عظمت و قدمت و ادعا یه دونه از اینا رو داشته باشیم. ولی موقعی که شما صحبت میکنید میبینید که اصلا پول همه جا مصرف میشه غیر از اونجایی که باید. معلوم نیستش که واقعا در شهرهای جنوبی ما اگر کاربردهای صنایع دریایی نباشه، خدمات توریستی نباشه، جمعیت چرا و چگونه باید متمایل شه به اونجا؟
و این سوالی هستش که هیچ موقع مسئولین نه بهش فکر میکنن نه حاضرن جواب بدن. ان شاءالله اگه شما یک روزی دستتون به جای رسید آینده سازان کشوری هستید و مسئولیتی رو در اختیار گرفتید، به این موارد ان شاءالله در گوشه ذهنتون توجه داشته باشید. کلا ما در این جلساتی که در انتهای هر مبحثی، چون این آخرین مبحثی است که میگم تو جلسه بعد دیگه فرصت نمیشه، این بحث چند دقیقه تعاملی که خدمت شما گفتیم، اینا برای بودش که این مقداری فقط در حول و حوش عدد و رقم و فرمول نباشه. به عنوان مهندس کشور، آینده ساز این کشور، هیته فکریتون بلندتر باشه، بزرگتر باشه. اصطلاحا من یه اصطلاحی دارم که مغز نخودی نباشیم. مغز نخودی بودن یعنی همین فکرهای کوچیک، همین فکرهای کوچیک که باعث میشه این بندر عباس ما با این قدمت تاریخی در مقابل شهرهای همین اطراف خلیج فارس ما محلی از اعراب نداشته باشه. به خاطر همین ما این چند دقیقه تأمل ها رو برای شما طراحی کردیم و سعی کردیم در هر قسمت یک موضوع رو برای شما پیش بکشیم. انشالله اون دورنمای فکریتون بزرگتر و بیشتر بشه. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.